جلسه پنجم، سیوم خرداد ماه 1394. خداوند، جلسه پنجم از سلسله جلسات روشنگری و فلسفه کانت رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین به بحث از دین و خصوصا دین طبیعی در سده 18 رسیدیم و توضیح دادم که چگونه پس از تحولاتی که در دوران دکارت، لایبنیتز، اراسموس، لوتر به این طرف پدید آمد و ما با عصر رفرماسیون دینی مواجه بودیم، به چه معنا پاره از متفکران عصر روشنگری به ایده دین طبیعی رسیدند و در مقام تبیین و توضیح آن برآمدند. فقراتی رو خواندم از نوشته های پاره از متفکران عصر روشنگری و لب ایده های اونها در باب دین طبیعی رو توضیح دادم. امروز میکوشم تتمه اون رو ذکر بکنم و خصوصا به آرای فیلسوف شکاک اسکاتلندی یعنی دیوید هیوم هم بپردازم که به هر حال در کوران عصر روشنگری سر برآورد و کل حیات او در قرن 18 بود. البته سخنان او چنان که کسیرر میگوید و نگاه او وجه غالب رو در دوران انلایتنمنت به خود اختصاص نداد و پس از آن به قصه تاریخیت و تاریخی اندیشی و نگاه انتقادی به متن مقدس که مشخصا در ایده های اسپینوزا سر برآورد رو به بحث میگذارم و اگر مجالی باشه و زمان اجازه بدهد در انتها میکوشم که آرای لسینگ رو هم بحث بکنم که نوعی دیولوب کرد آرای اسپینوزا رو و از منظر دیگری به آن پرداخت و در عصر 18 در عصر و سده 18 کوشید که به نوعی نگاه به دیانت رو از منظر خود بازسازی بکنه و به یه معنا به رغم اینکه همدلی های با اسپینوزا داشت، از منظر دیگری هم تفاوت های کار او با کار اسپینوزا داشت. همه اینها اومد ما رو آماده میکنه، چنان که نوبت پیشین هم عرض کردم، تا از جلسه بعد انشاءالله وارد بحث فلسفه کانت به نحو مشخص و عرض میشود که ایجابی بشویم. کانتی که در این زمینه و زمانه سر برآورد و از 1724 که به دنیا آمد تا 1804 در سن 80 سالگی که از دنیا رخت بربست، تمام عمر مفید فکری و اجتماعی سیاسی او در کوران تحولات عصر روشنگری رخ داد. البته روشنگری به روایت آلمانی، اونچنان که از کاسیرر قبلا نقل کردم، نه روشنگری به روایت فرانسوی که به تفصیل جلسات پیشین به بحث گذاشتیم. خب بریم سراغ دین طبیعی چنان که گفتم و تکمله آنچه نوبتی پیشین به بحث گذاشتم. اشاره کردم که بنابر رأی قائلان دین طبیعی، ایده دین طبیعی با تلقی طبیعی از خدا هم عنان است و دین طبیعی شالوده همه ادیان است، بدین معنا که اگر ما اندیشه تکامل و تحول رو بپذیریم، به نزد قائلان به دین طبیعی، دین طبیعی یک امر اینتریورایز و اینترنالایز شده است، یک امر درونی شده در مقابل دین بیرونی یا دینی که عبارت است از محصول ادیان ابراهیمی که گویی به تعبیر کاسیرر قصه وحی ناظر به اراده یک موجود خارجی است و از آنجا سر برآورده یا به تعبیر دینی نازل شده. اما قائلان به دین طبیعی میکوشن اون آنتروپومورفیزم رو، اون انسانگرایی رو از ادیان ابراهیمی بگیرن و از نوعی یونیورسالیتی سخن بگویند. اشاره کردم به کتاب تولاند، مسیحیت بدون رمز و راز، که در 1696 نگاشته شده و او توضیح میده که خدا پرستی طبیعی به همین معناست که میکوشه به نحو موجهی از ایده
خدا دفاع بکنه و اشاره میکنه به نظریات معرفت شناسانه لاک و اینکه اون رو در حوزه دیانت هم میشه به کار بست. و در واقع سخن او این است که ما وقتی که میان خرد و ایمان یا خرد و دین نظر میکنیم و این دو مقوله رو مطمح نظر قرار میدهیم، نباید از تقابل وحی با دین طبیعی سخن بگوییم و آنچه که دو مفهوم وحی و دین طبیعی رو از یکدیگر جدا میکنه محتوای آنها نیست، بلکه سرشت و شیوه تجلی آن محتواست. میکوشن که در واقع توضیح بدهن در جوهر خود این دو با یکدیگر تفاوتی ندارن. تیندال هم در کتاب مسیحیت به قدمت آفرینش که 1730 این کتاب رو نوشته، باز در سده 18 هم میگوید دین طبیعی و دین وحی شده در جوهر خود اختلافی با هم ندارن، بلکه در شیوه شناخته شدنشون فرق میکنه. و چنان که گفتم در مقام توضیح این امرن که باید اون آنتروپومورفیزم رو از ادیان ابراهیمی یا ادیانی که مبتنی بر وحیان گرفت تا به دین طبیعی رسید. نکته مهم دیگری که نوبتی پیشین اشاره کردم در یادداشتام آورده بودم و مایلم قدری باز اون رو بشکافم، اون شیفتی است که کثیره به درستی توضیح میده که الهیات از سویه معطوف بودن به عقل نظری به سمت عقل عملی شیفت پیدا میکنه و ادله اخلاقی که الهیدانان و فیلسوفان اقامه میکنن برای باورمند بودن یا باور داشتن به ساحت قدسی هستی. و همان گونه که اشاره کردم که کانت تحت تأثیر همین مباحث الهیاتی است که از خدایی یاد میکنه و اون رو موجه می انگارد که از طریق اخلاق بدان رسیده است، نه خدایی که محصول مباحثات درازاهنگ الهیاتی است، چرا که به تکافع ادله در بحث های الهیاتی و فلسفی رسیده این و به تعبیر او آنتینومی ها سر برآورده اند، یعنی قضایای جدلی و طرفین، قضایایی که ادله له و علیهشون همزورند. به اینها کانت میگفت آنتینومی، قضایای جدلی و طرفین، و معتقد بود که حالا به توضیحی که امروز خواهم گفت و البته از نوبت آتی به تفصیل وارد این بحث میشویم که چرا کانت از نقد عقل محض یاد میکنه و در چه زمینه و زمانه‌ای و به نوعی با هیوم و دکارت به مثابه دو قهرمان راسیونالیسم و امپریسیسم گویی مجادله میکنه و معطوف به این دو سنت فلسفی، سنت فلسفی خودش رو یا نظام فلسفی خودش رو پیافکنی میکنه. چنان که خواهیم دید او معتقد بود که معرفتی که نسبتی با تجربه نداشته باشه نهایتا نمیشه به نحو موجهی از آن سخن گفت و به تعبیر او میشه گزاره های سینتتیک آپرایورای یا گزاره های ترکیبی عرض میشود که پیشینی که یک نوبت بهش پرداختم انشالله بهش به تفصیل میپردازم. او معتقد بود که ما جایی که سنس دیتا یا داده حسی نداشته باشیم به اون معنا معرفت هم نداریم. قصه اخلاق البته جداست کلن که بهش میرسیم و ناظر به نومن است و مبسوط کانت راجع به اخلاق سخن گفته و از همین جاست که او گویی وارد الهیات میشه، یعنی الهیاتی که میشه گفت تنک شده، الهیاتی که نحیف شده به تعبیر من، به این معنا که در مقام پیافکندن نظامی الهیاتی ستبر بودن دیگه کار ثوابی نبود به تعبیر کانت، چرا که اونجا معرفت محقق نمیشد. معرفت البته مؤلفه های پیشینی داره چنان که خواهیم دید، اما بی نسبت با عالم تجربه هم نیست و به همین سبب معتقد بود خیلی از بحث های الهیاتی و فلسفی از مصادیق آنتینومی هان که اونجا به جایی نمیشه رسید و حد اکثر تکافع ادله است. و به همین سبب او اگر راجع به خدا هم سخن میگفت از عقل عملی و اخلاق وارد میشد، اونجا حکم ساسپنشن میکرد عقل نظری رو. این یه شیفتی بود که در تاریخ الهیات صورت گرفت، خصوصا در سده 18 هم. کانت همچنان خود رو مسیحی میپنداشت و چنان که آوردم فرق میکرد قطعا کار او با عرض میشود که برخی از متفکران دارت المعارف، اصحاب دارت المعارف فرانسوی مثل دیدرو
و عرض می شود که دالامبر. اما مسیری رو که آمده بود مسیری است که میشه گفت اراسموس آغازیده بود، یا مسیری بود که یک نگاه انتقادی به سنت دینی، البته به نحو ماید، حالا خواهیم گفت در ادامه بحث امروزمون که فی المثل اراسموس کسی بود که به نوعی به نقد متن مقدس هم می اندیشید، اما همچنان خود رو در ذیل پارادایم مسیحیت می شناخت و می شناسند. کانت هم در دل همان سنت بود، البته با سمت و سو و اون کانتریبیوشن او خصوصا به سنت فلسفی، ولی این شیفت به هر حال شیفت مهمی است، خیلی شایان توجهه، اینکه تأکید بر روی اخلاق و از الهیات ستبر و نظام‌های متافیزیکی گذشتگان عدول کردن. این رو نوبت پیشین ذکر کردم، الان هم مایلم اون رو تأکید بکنم، اینکه با آموزه‌های مانند اوریجینال سین و گناه نخستین اگوستین مخالفت کردن الهی دانان اون روزگار، از همینجا نشأت میگرفت و به تعبیر من متافیزیکشون یک متافیزیک نحیف یا بگوییم متافیزیک تنکی شد، از اونجا حرکت کردن، در واقع از قانون طبیعی می آغازیدند، قانون طبیعی که متناسب با طبیعت بشر است، و از اینجا به قانون مسیحی می رسیدند. نوبت پیشینم اشاره کردم، یه نقل قول مهمی رو خواندم برای شما که کاملا نشان میداد که from within است و ما از اینجا حرکت میکنیم و سویه درونی دین طبیعی رو محل تأکید قرار میداد. بذارید این نقل قول رو از کثیرین اینجا بخوانم در جهت ایضاح عرایضم. میان قانون طبیعی و قانون مسیحی تا آنجا که به محتوا ارتباط مییابد اختلافی نیست. قانون مسیحی جز بیان دوباره آنچه در قانون طبیعی موجود است ادعایی ندارد. عنایت دارید، به این ترتیب قانون مسیحی بازگویی قانون طبیعی است که برای شناخت اخلاق به بشر اعطا شده است. و گفتم تیندال بر همین سیاق تأکید میکنه که دین عبارت است از شناختن وظایف خیش به منزله فرامین الهی. یعنی از این طریق حرکت میکنی، شما از روی کشف وظایف عقلانی اخلاقی خوده که فرامین خداوند رو هم کشف میکنید، از این طریق مسیر به این معنا از پایین به بالا، ولی اگر از این تعبیر بشه استفاده کرد، از این فیلتر ابتداعا میگذرد. یعنی فرمودید در ادامه نقل قول از تیندال رو شما در نظر بگیرید، برای تیندال دین عبارت هست از شناختن وظایف خیش به منزله فرامین الهی و مشتمل است بر آغاز کردن با آن انجارهای اخلاقی که به طور عام معتبر و عملی هستند و سپس ارتباط دادن این هنجارهای اخلاقی به آفریدگار و نگریستن بدانها به منزله بیان اراده او. یعنی با احراز وظایف اخلاقی عقلانی شخص ادعا میکنه که اراده خداوند هم به اونها تعلق گرفته، از این طریق حرکت میکنه. عنایت دارید، این اون سخن تیندال است که نوبت پیشین هم اشاراتی کردم. کانت کتاب مشهور و مهم دین در محدوده عقل تنها رو متأثر از همین مباحث روشن فکران و متفکران عصر روشنگری نوشت و چنان که میبینید از این منظر حرکت میکنه، کاملا مسیر from within آغاز میشود و به سمت بالا حرکت میکنه. به این معنی. خب بذارید یک نقل قول رو از بل بخوانم. او هم از کسانی است که در عصر روشنگری سخن زیاد گفته است و نوعی رجحان بخشیدن خداپرستی طبیعی رو ذکر کرده. تا بعد برسیم به هیوم چنان که وعده کردم و پس از آن هم به اسپینوزا. امیدوارم که امروز مجال داشته باشم تا این مباحث مهم رو در تکمله این سیر تاریخی ذکر بکنم. خب بل معتقد بود که جنبش خداپرستی طبیعی اتفاق مهمی است که در اروپای آن روزگار رخ داده و معتقد بود که خداپرستی طبیعی باعث میشه که جنگ‌های مذهبی که سده‌های پیشین رو رهبری می‌کرد از میان بردارد و اون آرزوی عمیق که عبارت هست از دستیابی به آشتی ادیان دوباره محقق میشه، کاری که رنسانس میخواست به اون برسه اما این امر محقق نشد.
و بعد او معتقد بود که حتی یک وصف آنتروپومورفیک هم به خدا اختصاص میداد. میگفت در این حال برای اینکه نقد بکنه آنچه که در تاریخ ادیان رخ داده رو، میگفت خدا نیکخواه‌تر از آن است که مایل باشه چنین بذر کینه و جنگ و قتل عام و بی‌عدالتی در میان آدمیان سر برآورد. و اشاره میکرد به تاریخ خونبار ادیان ابراهیمی در طول تاریخ و البته مشخصا به آیین مسیحیت ارجاع میداد. خب جنگ های صلیبی و همه آنچه که ما میشناسیم و در تاریخ مسیحیت محل بحث واقع شده است. این نقل قول رو میخوانم. میگوید که بل: عصر ما پر از آزاد اندیشان و خداپرستان طبیعی است. مردمان از این وضع در حیرتند، اما من به نوبه خود در شگفتم که با در نظر گرفتن زیانهایی که دین در جهان به بار آورده است، چرا از این گونه اشخاص بیشتر نیست؟ دین فضیلت همه ماها را در شرف نابودی قرار داده است و این تقریبا نتیجه اجتناب ناپذیر مشروعیتی است که به ارتکاب هر گونه جنایت قابل تصوری که در خدمت منافع زودگذر آن باشد بخشیده است. آدم کشی، راهزنی، تبعید، آدم ربایی که اینها نیز به نوبه خود تعداد بیشماری زشتی های دیگر ایجاد کرده اند، مانند درویی، بیحرمتی و توهین به مقدسات و شعائر دینی. خب اینجا بل به صراحت توضیح میده که ما وقتی که نظر میکنیم در تاریخ ادیان ابراهیمی این اتفاقات افتاده. خب در قرن بیستم البته بل اون موقع نبود، کسانی بعدن سر برآوردن و سعی کردن توضیح بدهن که اگر این قصه در ذیل ادیان ابراهیمی سر برآورده و ما جنگ‌های مذهبی عدیده‌ای داشته‌ایم که البته داشته‌ایم، استشهاد کردند به دو جنگ جهانی اول و دوم که در یک زمینه و زمانه سکولار رخ داد و کمتر از آنها کشته نداد. این بحثایی بوده که من اتفاقا اخیراً دنبال می‌کردم، برخی مقالات رو راجع به قصه خشونت و دین رو در کار نوشتن مقاله هستم، دیدم که از این سنخ بحث ها شده است. البته عنایت دارید این بحث پولمیک و جدلی است، یعنی این که بر سیاق تمثیل عرض میکنم. مثلا شما به من بگید که فرض کنید، این حالا در فن بحث کردن و منطق و فلسفه که خب کار من هم هست گفته میشه اینها، فرض کنید شما به من بگید که مثال خیلی ساده، چرا اینجای صورتت فرض کنید که مثلا سیاه شده و به نظر میدین نشستی یا مثلا چسبی چسبیده سیاه شده و صورت ظاهر خوبی نداره، مثلا میگم. بعد منم یه نگاه بکنم میگم خودت هم اونجا اینجا چسبیده، خودتو تو آینه نگاه نکردی؟ بعد شما نگاه بکنید واقعا هم چسبیده باشه، اما این مانع از این نمیشه که این چسب روی صورت من باشه. عنایت دارید؟ یعنی این مانع و راده ای نمیشه که یه چسبی هم رو صورت من محقق شده باشه. این که در ذیل قرن بیستم، یعنی در قرن بیستم و ذیل فرهنگ سکولار دو جنگ جهانی خونبار و دهشتناک پدید آمد، البته اینم یک فکته. وقتی شما میخواید جدل بکنید در مقام جدل این خوبه، به این معنی خوبه که یعنی نشان میده، اما این مانع از این نمیشه که شما به مدد این فکت یه فکت دیگر رو بخواید نادیده بگیرید. میگم شأن جدلی داره، شأن پولمیک داره، مثلا مثال ساده‌ای که زدم، یعنی شما به یه معنا خل صلاح میشید، یعنی فل مثلا میگید که آهان آره خب من صورت خودم هم اینجاش ملکوکه، صورت خودم هم کثیفه، اما این مانع از این نمیشه که صورت من کثیف باشه. این نشون میده که هر دوتامون تردامدیم، فل مثلا هر دوتامون نهایتاً به تعبیر حافظ خرقه تردامن و سجاده شراب آلود است، اما این مانع و نافی هیچ یک از این دو نیست. باری از این در گذریم و اشاره کردم به رابطه میان خرد و وحی در سنت آلمانی و انگلیسی و اینکه کسانی به اختفای لایبنیتس و همچنین مشخصا حالا کریستیان وولف رو کثیرر مثال میزنه، میکوشیدن میان خرد و وحی به این معنا توضیح بدهند که این دو مخالف با یکدیگر نیستند در ذیل خداپرستی و دینپرستی طبیعی و نباید این دو رو مخالف یکدیگر انگاشت، بلکه نتیجه همکاری این دو ما به حقیقت
میرسیم و باید از ایده هماهنگی و ترکیب از سخنان لایبنیتس مدد گرفت. البته با دینداری ارتودکسی اینا مخالف بودن، روشنه، و قائل به این نبودن که سخن کلیسا سخن موجهی است، چنان که گفتم از محصولات قوه عاقله می آغازیدند به تعبیر من، و تصورشون این بود که آنچه که خرد بهش حکم می کنه نهایتا می شود گفت که اراده خداوند هم به اون تعلق گرفته. خب این قصه نهضت خداپرستی طبیعی در جولان بود و کار خود رو انجام می داد. یک مثال دیگر هم بزنم قبل از این که رد بشم و به قصه هیوم برسم. یکی از این نویسندگان که همدلی بود با این نوع، حالا اگر تعبیر بدعت به معنای مثبت رو در نظر بگیریم، با این بدعتی که گذاشته شده بود در قرآن و الهیات، او گفته بود که وحی تلسکوپ خرده که بی آن خرد نمیتونه بی مهمترین حقایق دینی رو تشخیص بده، یا اینکه اگر تلسکوپ به تنهایی باشه عرض میشود که اونها رو به تار و مبهم میبینه. یکی از نویسندگان از قبل گفته بود، رای مروس، که او همدلی داشت با این نهله عرض می شود خداشناسی طبیعی، در پاسخ گفت که البته هر تمثیلی محدودیت های خودش رو داره، همچنان که در قلمرو آگاهی حسی میشه اندام های حسی رو دقیق تر کرد ولی نمیشه از اونها چشم پوشید، و همان گونه که یک تلسکوپ یا میکروسکوپ هم بدون کمک بینایی طبیعی بیفایده است، در قلمروی تلاش‌های عقلی هم وضع بر همین سیاق است و علم باید به نیروهای طبیعی ذهن متکی باشه و با معیارهای عقلی امور رو بسنجه. یعنی این که فیلمثل متافوری که وحی تلسکوپ خرد است رو او سعی کرد توضیح بده، این قدری ابهام داره. اگر این رو ما کشاوتش بکنیم، این سخنی بود که رای مروس خواست توضیح بده. ما نهایتاً باید از قوه عقل لانی خود مدد بگیریم و نیروهای طبیعی ذهنی باید متکی باشند به آنچه که عبارت است از معیارهای عقلی. میبینید که توجه اونها به این است که قصه عقلانیت رو و فراورده های عقل نقاد رو به تعبیر امروزین ما یا عقل خودبنیاد رو جدی بگیرن و بر مسند تصویب بنشانن. خب از این در گذریم و بریم به سروقت هیوم. هیوم متفکر اسکاتلندی قرن 18 وقتی که سر برآورد رقیب خداپرستان طبیعی شد، یعنی خداپرستی طبیعی که با دین طبیعی هم عنان بود، یا دین طبیعی به توضیحی که گفتیم امروز هم اشاره کردم تفصیلا نوبت پیش گفتم، خاطرتون از اون شقوق چنگانه‌ای رو که آوردم، تئیزم، دئیزم، پنتئیزم، پننتئیزم، اگناستیسیزم و ایتئیزم، و گفتم که خداپرستی طبیعی با دئیزم یعنی خدایی که سویه های آنتروپومورفیک نداره در میرسه، و نقل قول هایی از تیندال و عرض میشود کانتی که گفتیم در دل همین سنت اخلاق رو بر میکشه. خب هیوم از منظر دیگری کوشید در به پیچه با خداپرستی طبیعی، نه به این معنا که برود به سمت الهیدانان کلاسیک و اصحاب کلیسا، نه، هیچ با اونها هم بر سر مه نبود هیوم، روشنه، اما با خداپرستان طبیعی از چه جهت در پیچید؟ او کوشید ایده دین طبیعی رو به زیر بکشه با به زیر کشیدن ایده خدای طبیعی و خداپرستی طبیعی، با تأکید بر این نکته که طبیعت انسان که خداپرستی طبیعی بر اون مبتنی شده معنای محصلی نداره و ما نمیتوانیم به نحو عقلانی حتی از طبیعت انسان سخن بگوییم، طبیعت انسانی که ما به الاشتراک میان همه آدمیان. او معتقد بود که تجربه برخلاف پندار خداپرستی طبیعی، طبیعت انسان رو نه خزانه حقایق اساسی بلکه یک ملغمه در هم و بر هم از غرایز و یک مجموعه آشفته و نابسامان نشان میدهد. اینجا کاملا هیوم با راسیونالیست ها در میپیچه. حالا راسیونالیسم کلاسیک فلسفی که در دکارت، فیلمثل و اسپینوزا شناخته میشد به جای خود، اون نهله دیگری بود. یعنی ابتداعا، حالا مشخصا که دکارت رو در نظر بگیریم، اسپینوزا رو الان
for the time being بذاریم کنار، از سوی با اونها در میپیشه. اما اینجا مسئله اصلی هیوم خداپرستان طبیعی و دین طبیعیه، چنان که آوردم که او هم در عصر 18 هم زندگی میکرد دیگه، از 1711 تا اواخر قرن 18 هم 1780 همون حوالی. او به اقتضای امپریسیست بودن و البته شکاک بودنه، چون لاک هم امپریسیست بود، ولی گفتیم که معرفت شناسی او معرفت شناسی بود که ادهی با اون همدلی داشتن و لاک نهایتا دیندار بود. هیوم شکاک بود، سکپتیک بود، فیلسوفی بود که به عقل اساسا باور نداشت، قصه مشتهیات نفسانی یا غرایز رو خیلی برمی کشید و معتقد بود درسته که خداپرستان طبیعی با آنتروپومورفیک گاد و آنتروپومورفیک ریلیجن فاصله گرفتند و در این حال با الهیات ارتودکس کلیسا هیچ بر سر مهر نبود، اما ایده خدای طبیعی رو همدلی نداشت. معتقد بود که نمیشه ما به پاره ای معرفت‌های پیشینی به تعبیر من یا سابق بر تجربه که محصول تعقل ما باشد برسیم. شکاک بود، قصه غرایز رو، مشتهیات نفسانی رو خیلی جدی می گرفت، قصه احساسات و عواطف خیلی در کار او جدی بود. در عرصه اخلاق فی المثل هیوم به principle of sympathy باور داشت، یعنی معتقد بود که من اگر یک کاری انجام می دهم بر اساس تأثیرات حسی من و برانگیخته شدن احساسات و عواطفمه در وهله نخست، نه اینکه دلیل اخلاقی در پی این امر باشه. او به همین سبب با ریالیزم اخلاقی هیچ بر سر مهر نبود، یعنی قائل به این نبود که اوصاف اخلاقی در جهان تشخص و تعینی دارن. مثال مشهور هیوم که من خاطرم هست، وقتی که انگلستان فلسفه میخوندیم یک کتاب درسی یا تکستبوکی که داشتیم مال مکناتون، An Introduction to Ethics، که جز اولین کتابهایی بود که من به انگلیسی در حوزه فلسفه خواندم، سال 2001-2002، این مثال مشهور هیوم رو زده بود. سببش هم این بود که میخواست نشان بدهد که هیوم هم در اداد کسانیست که در حوزه اخلاق ریالیست نبودن. مثال مشهور هیوم، مثال او راجع به غروب آفتابه، چون در پرانتز عرض میکنم برخی از فیلسوفان اخلاق قرابت‌های میان ارزش‌های زیبایی شناختی و ارزش‌های اخلاقی دیدند و معتقدند همون بحثی که راجع به استاتیک ولیو شما میکنید میتونید راجع به مورال ولیو هم بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر من از زیبایی فیلم مثلا یک صورت یاد میکنم یا از زیبایی یک تابلو یاد میکنم، این زیبایی یک وصفی است که واقعا در عالم تعین داره و من از اتصاف زیبایی به این تابلو خبر میدم. بر همین سیاق آمدن و یک پارالیلی برقرار کردن میان اوصاف اخلاقی و آنچه که در حوزه اخلاق رخ میده. یعنی اگر من از اتصاف وصف خوبی به راستگویی خبر میدهم، پاری از فیلسوفان اخلاق معتقدن این یک شأن فکتوال داره، یعنی کاشف از عالم خارجه، واقعا در عالم خارج راست گفتن متصف به وصف خوبی میشه. عنایت دارید؟ و یا بالعکس. هیوم کسی بود که در باب زیبایی شناسی مثال مشهور این، او مثال تماشای منظره غروب آفتابه. او میگه شما وقتی که تماشا میکنید منظره غروب آفتاب رو، حالا چه منظره غروب آفتاب واقعی یا وقتی که روی تابلو نگاه میکنید، درسته که اون رو زیبا میبینید و میانگارید، اما این زیبایی پروجکشن شماست به عالم خارج، نه اینکه زیبایی وصفی باشه در عالم خارج که شما اون رو پیک اوتش به اصطلاح میکنید یا میتوانید از اتصاف وصف زیبایی به اون منظره خبر بدهید. میگوید اسراف نسب و روابط میان اون تابلوی نقاشی یا غروب آفتاب واقعی است که البته القا میکنه در شما امر زیبا رو و شما این رو زیبا می انگارید، نه اینکه واقعا اون زیبا باشه، شما پروجکت میکنید درک خودتون رو با عالم خارج. عنایت دارید؟ این همین قصه رو در حوزه اخلاق هم میگوید هیوم و به این معنا شکاکه و برآمده از اصل همدلی مناسبات و روابط اخلاقی رو تنظیم میکنه. حالا ببینید اینجا کثیره پیشتر میرود، یعنی برای توضیح سخنان هیوم و فارغ از اون بحثایی که در حوزه اخلاق و زیبایی شناسی کرده هیوم، در حوزه دین شناسی و کتاب مشهوری که درباره دین طبیعی نوشته هیوم، استدلالی که او میکنه این است. میگوید انسان ملغمه ایست در هم و بر هم از غرایز،
چنان که گفتم و با حتی دکارتی که از clear and distinct ideas سخن میگفت، ایده های روشن و متمایز پیشینی در میپیچه و معتقد است که تحلیل بنیادین ترین مفاهیمی که ما با اونها سر و کار داریم در مناسبات و روابط روزمره نشان میدهد که اینها یا عادات ذهنی هن و یا نسبت وسیقی با غرایز ما دارن. مثال مشهور هیوم که شاید پاری از دوستان شنیده باشن بحث علیته. هیوم قائل به علیت نبود، مفهوم کسالتی و اینکه ما چیزی تحت عنوان علیت در جهان خارج داشته باشیم رو منکر بود و می گفت که فی المثل ما علت و معلول های بسیاری رو می بینیم مطابق با آنچه می نامیم، اما عادت ذهنی ما یعنی تقارن سبب شده است که ما اموری که از پی یکدیگر می آیند رو رابطه علی تخلف ناپذیر میان اونها ببینیم. فی المثل اگر من سنگ میندازم و شیشه میشکند، البته ارتباط وثیقی هست میان پرتاب کردن سنگ، سنگی که سبب شده شیشه بشکنه، اما نه اینکه رابطه علی میان اونها برقراره. و هر چه که شما تا کنون دیده اید این تقارن است و عادات ذهنی و تبیین روانشناختی میداد از مقوله علیت، یعنی مفهوم علیت رو کاملا تبیین روانشناختی میکرد و میگفت ما تبیینی یا به تعبیر دقیق‌تر عرض می‌شود که مفاهیمی مثل علیت که از پیش وجود دارن و ما این رو بر عالم می‌افکنیم و در ذیل اونها عالم رو می‌فهمیم وجود نداره، بلکه این عادات ذهنیه و تبیین روانشناختی می‌کرد از مقوله علیت. و البته جلوتر هم می‌رفت، فی المثل با برهان نظم هم در می‌پیچید و فیلسوف شکاکی بود، فیلسوف خدا ناباوری بود در آن روزگار و سخنان خودش رو صریح آورده بود و تصور میکرد که بر همین سیاق وقتی که راجع به خدا، حتی خدای طبیعی نه خدای ادیان، وقتی که شما سخن میگویید قصه احساسات و عواطف و هیجان و این امور رو باید نگاه کرد و مد نظر قرار داد. این گونه نیست که اینها تعینی در عالم خارج داشته باشن، بلکه پروجکشن ماست، احساسات عواطف هم در حوزه اخلاق هم در حوزه زیبایی شناسی، حتی در باب مفهومی چون علیت توضیح هیوم این بود و در باب مفهومی مثل خدا هم همین رو میگفت و تصور میکرد فیلسوف به معنای این که از محصولات خرد انتزاعی مدد بگیرد، ما همچین کاری نداریم و انسان منقاد شهوات و هیجانات خیشه و بر همین اساس هم میگفت اوناست که تصورات دینی و اخلاقی رو پدید می آورند و اینا سبب می شوند که انسان دین رو بپذیره و تصور میکرد ریشه و اساس دین نه در قلمروی منطق و یا قلمروی اخلاق، بلکه علت اون صرفا انسان شناختی ترس انسان از قدرت های فوق طبیعیه و میل او به فرو نشاندن خشم آنان و مطیع کردنشان. میگه این سرچشمه اساسی دین بوده است. خب بعد از همین منظر پیش میرفت و معتقد بود که تاریخ ادیان رو هم میشه اینچنین نظر کرد، در اونها ادیان اولیه رو یا ادیان دانی به تعبیر من، یعنی ادیانی که ابتدایی بودن و نازلتر به لحاظ کامپلکسیتی عرض میکنن و ادیان عالی که ما به ادیان ابراهیمی میرسیم. میگوید که همه اونها بر همین سیاق ساخته شدن به تعبیر هیوم و چنان که کثیره رو نقل میکنه و مایلم اون نقل قول رو بخوانم، تصور میکرد با سخنانی که آورده است ضربه کاری به تاریخ دین طبیعی زده است. کثیره میگه که چنین از تاریخ طبیعی دین بدان گونه که هیوم توصیف میکند. او معتقد است که دین طبیعی را یک بار برای همیشه برانداخته و نشان داده است که دین طبیعی چیزی جز یک رؤیای فلسفه نیست. بدین ترتیب بود که فلسفه نظام دین آسمانی را از دست خطرناک‌ترین دشمن آن نجات داد، اما شکافی که شمشیر بران تحلیل هیوم ایجاد کرد زخم کشنده‌ای نیز بر پیکر نظام دین زد. شکاکیت آخرین سخن را بر ضد دین آسمانی و نیز بر ضد دین طبیعی گفت. بعد نقل قولی رو عرض می شود آورده کثیر که این رو می خوانم و پس از آن به بحث تاریخیت دین و چنان که وعده کردم اسپینوزا و سخنان او در باب نقد متن مقدس می‌پردازیم.
این نقل قول رو عرض می شود که از کتاب The Natural History of Religion کتاب مشهور هیوم است. تاریخ عرض می شود که دین طبیعی The Natural History of Religion که کتاب مشهور هیوم است و در باب جلان که می بینید Natural History تاریخ طبیعی دین، تاریخ طبیعی دین اگر این رو ترجمه بکنیم، در اونجا این سخنان رو آورده و روی سخنش با کسانی است که به نحو عقلانی و فلسفی در مقام موجه کردن ایده خدا چنان که آوردن برآمده است. نقل قول رو بشنویم که شاید لب و امهات آن چیزی باشه که تا کنون من نقل کردم از هیوم، با لحن البته گزندهی که در این کتاب او خصوصاً به چشم میخورد، چون در باب دین است و چنان که آوردم در باب تاریخ طبیعی دینه. نمیدونم این کتاب به فارسی ترجمه شده یا نه، قاعدتا البته مشکل باید داشته باشه، اما تا سالهایی که من ایران بودم یادم این اواخر یکی از دانشجویان من یکی دو کتاب از آثار هیوم رو که به فارسی ترجمه شده بود آورد و من دیدم، بخشایش رو هم خوندم. نمیدونم عرض می شود که این کار صورت گرفته، این یک کار او که به نظر البته سخت بیاد اجازه دادن به نشرش. اون کار دو اثری هم که ترجمه شده بود رو نمیدونم، امیدوارم خوب از آب در آمده باشه. من تورقی کردم اون روزگار نرسیدم، بعدا هم کتاب در دست رس من نبوده، چون فیلسوف مهمیه و البته خب هم در مغرب زمین قاعدتا در سنت آلمانی خصوصا و بعدن فیلسوفانی که تعلق خاطر دینی داشتن با او خیلی در پیچیدند، ولی خب آثارش همچنان در دانشگاه ها تدریس میشه. در کشور خود ما هم به هر حال برخی از متعلقان و متفکران عنایتی به آثار او داشتن، نمیدانم تا چه میزان تقریرشون درسته. مرحوم آقای جعفری، محمد تقی جعفری اشاراتی به فلسفه هیوم میکرد یا دیگران، اما خب نمیدانم به هر حال تقریر ایشون از پاره‌ای از مباحث در حوزه فلسفه مغرب زمین که انصافا قابل استفاده نیست و به رغم زحمتی که ایشون کشیده نشان میدهد که آشنایی قابل قبولی نداشته با این مباحث. اون نکاتی که در باب فلسفه علم نوشته و عرض می شود که پاره از آرای فیلسوفان نوشته، اینا که نشان می دهد نه، حالا این تعبیر من یه خود تنده، اما شما از تندی ظاهریش بگذرید، مضمونش فکر میکنم درست باشه. نه، به رغم این که برخی یک تصوراتی میکنن، به نظرم ایشون در حد یک دانشجوی که لیسانس فلسفه غرب رو گرفته و خوانده از تون مقطع آشنایی با فلسفه غرب نداشت. از قضا حالا اینو در پرانتز عرض میکنم و بعد میرسیم، همین اواخر پریشب جایی بودم مجلسی یه خانومی آمدن و دو سه تا کتاب به من دادن که بنیاد علامه جعفری در ایران که تأسیس شده اونها رو به انگلیسی برگردانده و منتشر کرده، آثار مرحوم جعفری رو، و ایشان با یک اشتیاق و شوری به من میگفتن که به هر حال اگر ما یک علامه داشته باشیم در ایران زمین در دوران معاصر ایشونه، و بعد گفتن که ظاهرا مکاتبات ایشون با راسل هم عرض میشود که به زودی منتشر میشه یا منتشر شده بود، من از ایران اومدم نشد که بیارم، چون مثل که آشنایی نزدیکی داشتن با دستان در کاران اون بنیاد. کتاب ها رو به من دادن. خب یک کتابی است که ایشون راجع به حقوق بشر نوشته که قبلا هم آقای شبستری اون رو مفصل و به درستی نقد کردند و کاملا به نظر من اون مبادی و مبانی ناموجهه. حالا اوناش به کنار، بحث معرفتی است. این قصه یا به تعبیر دقیق‌تر افسانه مکاتبات ایشون با راسل هم انصافا آیتی است و من هم ایران که بودم این رو شنیدم و همینجا حقیقتش ما البته همه ایرانی هستیم، ولی به دوستان میگفتم در خلوت سالها پیش، حالا الان هم عرض میکنم
ضبط می شود و می دانم کسانی این فایل های صوتی رو می شنوند، حقیقتا یک نمونه رقتبار رقت انگیز مواجهه یک جماعت جهان سومی است با آنچه که در جهان اول می گذرد. من نه ذره خودباختم و نه مرعوب فکر می کنم هستم در مقابل این تمدن، هرچند بسیارم از او وام گرفتم و آموختم، ولی سنت خودمون رو هم خوشبختانه باهاش انس بسیار دارم، هم از آن بزرگان خودمون هم آموختم. اما این مکاتبات، یعنی سو کالد مکاتبات که حضرات میگن و من در تلویزیون خودم شنیدم که یکی از شاگردان ایشون آقای عبدالرحیم گواهی، این رو اغراق نمی کنم، خودم به گوش خودم در تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی که ایران بودم شنیدم که ایشون گفت فلسفه قرن بیستم، یا حالا تردید از منه، بخشی از تاریخ فلسفه قرن بیستم، اما قطعا این تعبیر به کار بود، تحت تأثیر این مکاتبات است، مکاتبات استاد جعفری با مرحوم راسل، مرحوم من میگم، ایشون هم که نگفتیم، آقای راسل. حالا ملاحظه بکنید، استطرادن این ذکر شد، ولی خب درد ماست دیگه، انصافاً این رو باید بگم و درگذرم. من خواهش میکنم شما به اون مکاتبات که منتشرم شده عطف نظر بکنید و ببینید چیست، و واقعاً در حدی که، چون آقای جعفری مثل خیلی از روحانیون ما آشنایی با منطق جدید نداشته، حالا پاره از دوستانی که اینجا هستن تمام تراکتاتوس رو که من درس میگفتم در جلسات حضور داشتم و خب میدونیم فرمال لاجیک و یا دست کم تروث تیبل و اینا رو همه واضحش ویتکنشتاین بود و تحت تأثیر راسل و کارهایی که اونا کرده بودن و وایت هید. باور کنید اگر اون مکاتبات رو مثلا ببینید، چیزی شبیه به این است که آقای جعفری پرسیدن که حالا این ایکس که اینجا شما تو این معادله گذاشتی چیه و ناظر به چیست، اونم پاسخ داده که حالا این ایکسی مجهولیه و فرض بفرمایید که معادلات ریاضیاتی اینه و ما در منطق جدید این کار رو میکنم، در همین حده، یعنی من مجامله نمی کنم و من واقعا تصور میکنم اون بنده خدا آدم ساده‌ای بود و پاره افراد دورشو گرفته بودند و فکر میکرد که داره مکاتبه میکنه یا با هم، هیچ اشکالی نداره یک فیلسوف مسلمان یا کسی که فلسفه اسلامی خوانده با یه فیلسوف غربی یا کسی که فلسفه غربی رو خوب خونده گفتگوی معرفتی بکنن، اما بر اساس یک کامن گراندی، زبان مشترکی، مقدمات رو طرفین بدانند. خب راسل با فلسفه اسلامی البته آشنا نبود، همونطور که مرحوم جعفری با فلسفه غرب آشنایش کم بود و با منطق جدید، فلسفه تحلیلی جدید. اون مکاتبات هم از همین سنخه که یه پرسشایشون پرسیده و بعدشون هم پاسخ داده. من نمیگم دست بالا رو داشته اصلا راسل، چون سوالاتی بوده او پاسخ داده در مقام کسی که از او پرسیده، اونم جواب داده و خیلی دیگه هم جواب میداده. حالا راسل یه موقعیت ویژه‌ای هم داشته، علاوه بر اینکه فیلسوف مهمی بود، دست کم در یه برهه‌ای آثار اوریجینال تولید کرد. خب میدونید شخصیت اجتماعی سیاسی هم داشت، بنده جایزه نوبل بود، آدم مشهور و مؤثر و مهمی بود، پاسخ گفته به اونها در همین حد. کمان که حالا اگر او از یک فیلسوف مسلمان هم چهار تا سوال راجع به اینکه مثلا واجب الوجود چیه، شما وقتی میگید معقول ثانی فلسفی منظورتون چیه، خب اونم جواب میداد. اسم این رو مکاتبات گذاشتن و عرض می شود میان مکاتبه شرق و غرب، و خب تأسف آور است دیگه. من یه عده ساده دلی اینا رو باور میکنم. من واقعا اون شب هیچی نگفتم به این خانم، همجور نگاه میکردم و گفتیشون به من حالا شما آدرستون رو بدید، من رفتم ایران، این قصه مکاتبات مرحوم جعفری با راسل هم که حتما شما اونا رو ملاحظه کردید انگلیسیش در آمده. و حالا من نمیدونم، چون ظاهرا اون نامه‌ای هم که نوشته بودن همین شاگردان ایشون ترجمه کرده بودن، نمیدونم منظورش دیگه از انگلیسی چی، شاید مثلا ادیت شده، نمیدونم، ولی واقعا تأسف انگیزه و رقت انگیزه حقیقتش. و یه جماعتی یا به اقتضای شارلاتان بودن در این تنور میدمن، یا من این رو مصداقی از شارلاتانیزم میدانم، و یا ببخشید بلاحت
و اینکه کسی تصور بکنه که اینا نوعی مکاتبه علمی یا مباحثه است، من همچین تصویری دارم و واقعا فکر نمی کنم خارج از این دو باشه، یا نوعی زرنگی و عرضم بزرگ شما که آرسن لوپنی است که حالا اسباب کاسبی ممکنه فراهم بیاورد، اینا رو میفهمند، و یا واقعا استضعاف فکری و بلاحت که کسی فکر کنه اینا در زمره مکاتبات. عرض میکنم از آن سو هم بود اسمش مکاتبه نمیشد. عنایت دارید من دارم این رو تأکید میکنم برای اینکه سخن من خوب فهم بشه. من نمیگم هرچی که از دهان راسل در میاد در و گوهره، اصلا و ابدا. البته آدم مهمی بوده، بسیار آدم جدی و برنده جایزه نوبل، سخنان تأمل برانگیزم خوب، سخنان تأمل برانگیزم کم نگفته، نثر انگلیسی فاخری داشته، عالی می نوشته، آدم گیفتدی بود، در این که تردیدی نیست، آدم مهمی بود. و بالاخره کسی مثل ویتکنشتاین رو میشه گفت او به عالم فلسفه سنت تحلیلی و فلسفه قرن بیستم معرفی کرد. اما هرچه که او گفته باشه، هرچه که ویتکنشتاین گفته باشه، کانت گفته باشه، آدم میسنجه، ادله رو بررسی میکنه و بعد اینجا اصلا در مقام یه پرسش و پاسخ، در مقام کسی که منطق جدید رو نمیدونه، یه سری سوالات مقدماتی کرده و پاسخ داره. اون وقت این رو یه عده‌ای دانسته یا ندانسته چنین حواشی حول و حوشش ایجاد کنن، البته اسباب تأسف است. حالا این خانم رو که من دیدم خورده بهشون نمیشه گرفت، یه خانومی که به نظر میومد علاقه‌منده، من در تلویزیون وقتی که دیدم یه کسی که خودش ترجمه کرده یه کتاب فلسفی این نکات رو میگه، و لابد اینها رو هم همون موقع چون میدونم همین افراد دور و بر آقای جعفری بودن بنده خدا، بهش این چیزا رو گفته بودن، اون مرد فاضله ولی به نظرم ساده دل، باور کرده بود و فکر میکرد که خب به هر حال اینها قابل فروختنن به این معنا. من واقعا متأثر میشم و اون موقع هم شدم، اون بزرگوار اون موقع در قید حیات بود، بعد که اینو منتشر کردن دیگه قصه به نظرم ابعاد تلختری پیدا کرد. باری پرانتز بسته، چون سخن از هیوم آمد و مرحوم آقای جعفری هم بحثای هیوم رو، اونها هم باز غیر دقیق طرح شده و من برخی از اینها رو که دیدم همچنان که مباحث فلسفه علمشون یا حقوق بشرشون، ولی خب اون حق هر کسی است، اشکالی نداره، منم در سخنانم خطا یافت میشه علل اصول، اون حق کسی است. حالا فکر میکنه از منظر خود حقوق بشر رو نقد کرده، من فکر میکنم اون کار هیچ فایدتی نداره و اصلا تقریر مسئله ناموجهه و باطل تلاشه ایشون، ولی خب حالا حق ایشونه. یا فرض کنیم که هیومو نقد بکنه، بازم اون تقریر نادرستیه و مبتنی بر یه تقریر نادرست و ناقص سخنانی گفتن، اما این یکی از لون دیگری است، میدونید این یه قصه دیگری است و سویه های اسف‌انگیزی به توضیح که عرض کردم داره. باز پرانتز بسته، بذارید این نقل قول نسبتاً تند و تیز از هیوم رو بخوانیم و برویم به اسپینوزا و نقد تاریخ مقدس برسیم و انشالله امروز اگر دوستان حوصله کنن بحث رو تمام کنیم تا از نوبت آتی وارد فلسفه کانت بشویم. نقل قول از هیوم چنان که آوردم از همان کتاب او: چه امتیاز والایی است که خرد انسان به شناخت هستی برین نائل شود و از آثار دیدنی طبیعت بتواند اصل والایی چون آفریدگار برین را استنتاج کند. علامت تعجب. اما آن روی سکه را نیز بنگرید، بیشتر ملت‌ها و آثار را بررسی کنید، اصول دینهایی را که بر جهان حاکم بوده اند وارسی کنید، به دشواری میپذیرید که آنها چیزی جز رؤیاهای انسانهای بیمار باشند. چه ترهات خداشناختی که گاه حتی هوشیارترین و فرهیخته‌ترین مردمان باور نداشتند، چه احکام و فرایض دینی بسیار سخت که شهوترانترین و هرزه‌ترین مردمان نپذیرفتند. همه اینها معما و سر و رازی ناگشودنی اند. تنها نتیجه دقیق ترین بررسی درباره دین دو نقطه شک و عدم یقین و تعلیق داوری است. اما خرد آدمی چنان سست و سرایت عقاید چنان مقاومت ناپذیر است که حتی این شک آگاهانه نیز چندان نمی پاید، مگر اینکه نظر خود را دامنه دار تر کنیم و یک گونه خرافه را رویاروی گونه دیگری از خرافه قرار دهیم و آنها را به جان هم بیاندازیم و در میانه خشم و ستیز آنها خود شادمانه به قلمروهای آرام اما تاریک فلسفه پناه ببرید. خب میبینید تیزی و تندی این نقل قول رو هم ناظر به
ادیان و بعد نسبت به فلسفه و عقل فلسفی هم میبینید بیمهر هیوم. و در انتها گفت که شادمانه به قلمروهای آرام اما تاریک فلسفه، یعنی معتقد خداشناسی طبیعی عرض میشود که موجه نیست و راهی به دهی نمیگشاید. خب این از هیوم. اما کاسیره نقل میکنه که البته اندیشای هیوم به نحو دامیننت نبود در سده 18، یعنی این چنین بود که همچنان قدرت خرد حفظ بشود و تسلیم این ایده های شکاکانه به نحو اغلبی نشود عصر روشنگری. و به همین سبب قصه تاریخ طبیعی دین و نگاه هیوم به تاریخ طبیعی دین میشه گفت یک پدیده مجزا در تاریخ عقلی روشنگری باقی ماند در سنت انگلیسی آلمانی. و راه دیگری که پیش آمد و پدید آمد مبتنی بر نوعی کامبینیشن میان این دو مقوله بود، یعنی خرد و ایمان. و مفهوم انتزاعی دین طبیعی رو کوشیدن که آنچه که هیوم هم ازش سخن میگفت، اینا کوشیدن که به حال با پاری استدلال ها پر بکنن و حمله های شکاکیت که میشد رو پاسخ بدهن. بدین معنا اندیشه سده 18 هم جای خود رو رفته رفته باز کرد و به گفتمان مسلطی دست کم در سنت انگلیسی و آلمانی تبدیل شد و آرای فیلسوفانی مثل هیوم دست بالا رو پیدا نکرد. اما بالاخره ترندی بود و در مقابل خداشناسی طبیعی که آوردم کسی مثل هیوم به قوت ایستاده بود و اینچنین تند و گزنده سخن میگفت. خب نکته یه مهم دیگری که در عصر روشنگری قابل رصد کردن است و قابل تأمل، تا هم در آثار پاره از اندیشمندان معاصر ما هم این نگاه رو به نحوی میشه دید، خصوصا در آثار جناب مشتعل شبستری و عبدالکریم سروش در فضای پس از انقلاب، نگاه تاریخی اندیشی و عرض می شود از منظر تاریخی به دیانت نظر کردن است و روح عقلی رو با روح تاریخی هم اینان انگاشتن و به لف و نشر تاریخی عقاید عطف نظر کردن. جناب شبستری به صراحت در آثارشون آوردن که متد پدیدارشناسی تاریخی متدی است که بار ما رو بار میکنه و در مواجهه با سنت دینی ما از این متد باید مدد بگیریم و ذاتیات رو از عرضیات تفکیک کنیم. عبدالکریم سروش هم به صراحت در کتاب بسط تجربه نبوی از اندراج مؤلفه تاریخیت در دین شناسی سخن میگوید. در اصل روشنگری اتفاقی که رخ داد این بود که رفته رفته وقتی که ارتباط وثیق عقل و تاریخ پیدا شد و نگاه تاریخی به متن مقدس و سیر تحول تاریخی تجربی بر مسائل تصفیه نشست، رفته رفته مواجهه تحت و لفظی با کتاب مقدس و این که باید متن مقدس رو در معنای تحت و لفظی خود فهمید رنگ باخت. بدین معنا که جا برای تفاسیر الگوریکال پیش آمد، جا برای تفاسیر متافوریکال پدید آمد و نهضت اصلاح دین که میکوشید به هر حال جایی برای کتاب مقدس باز بکنه، در عصر روشنگری از منظر دیگری به این قصه نگاه شد. بدین معنا که خب نگاه تاریخی شد به متون مقدس، مشخصا عهد عتیق و عهد جدید. و هرچند که دکارت فیلمثل به عنوان یکی از قهرمانان فلسفه جدید از شک روش شناختی خود سخن گفت، اما این رو در حوزه ایمان دینی به کار نمی برد و معتقد بود که این شک روش شناختی رو باید در حوزه معرفت شناسی بیشتر به کار گرفت. اما کسانی که از پی دکارت آمدند البته بس دادن مسئله رو و اکتفا نکردن به آنچه که دکارت گفته بود. یکی از آثار اولیه‌ای که در این باب نوشته شده اثر ریشارد سیمون تحت عنوان تاریخ انتقادی کتاب‌های تورات. او کوشید که از منظر تاریخی و البته انتقادی به کتاب تورات نظر بکنه. سیمون از دوستان نزدیک مالبرانش بود، فیلسوف غربی، و بر اثر نگارش این کتاب خب از
پاره از محافلی که بدانها رفت و آمد داشت رانده شد و عرض می شود که با اینکه او کوشیده بود به نحوی علیه پروتستانتیزم موضع بگیره و گفته بود که کتاب مقدس باید مستظهر به پشتیبانی کلیسا باشه، اما در این حال نکاتی گفته بود که متضمن نوعی نقد برخی خوانشا از متن مقدس بود و کوشیده بود در این اثر اصالت یکایک کتابهای تورات رو، داستانهای تورات رو بررسی کنه و درباره اونها یک فرضیه ارائه داده بود که اون فرضیه دریافت ارتودکسی از داستانهای تورات رو متزلزل میکرد، یعنی با واکاوی تاریخ داستانهای تورات. هرچند انگیزه او این بود، اما چون مبانی و بگیم خانش ارتودکسی از تورات رو متزلزل میکرد، به رغم انگیزه‌ای که داشت ناظر به دفاع از کلیسای کاتولیک، او رانده شد و به هر حال هیچ خوش نیامد پاره از آبای کلیسا. اما سهم مهم در این میان رو به لحاظ تاریخی باید به اسپینوزا داد، چنان که کسی را یاد میکنه. او کسی بود که جرأت کرد پرسش نقد از کتاب مقدس رو صراحتاً در اثر مشهور خود، رساله خداشناسی سیاسی یا بگیم کلامی سیاسی، Tractatus Theologicus Politicus. به نظر میاد این اثر که اهمیت تاریخی داره جزء اولین آثاری است که نقد تاریخی به کتاب مقدس رو به چه همت خود قرار داده و چنان که کثیر میگه مبدع اندیشه تاریخی بودن کتاب مقدس اسپینوزا بود. نقل قولی میخوانم براتون که از اسپینوزا آورده از کثیر و در باب این کتاب دقایقی سخن میگویم و اهمیتش. اسپینوزا میگه میتوانم موضوع را جنبندی کرده بگویم که روش تبیین کتاب مقدس با روش تبیین طبیعت متفاوت نیست، بلکه کاملا یکیست. زیرا همان گونه که روش تبیین طبیعت شامل بررسی تاریخ طبیعت است و از طریق این بررسی استنتاج تعریفهای پدیدارهای طبیعی بر پایه اصول موضوعی ثابت و معین صورت میگیرد، همان گونه نیز در تبیین کتاب مقدس باید تاریخ نگارش کتاب مقدس را به دقت پژوهش کرد و بر پایه اصول متقن مقصود نویسنده هر کتاب را با استنتاج درست به دست آورد. با این شیوه پژوهش میتوان همواره بدون خطا پیش رفت. اگر هیچ اصلی برای تبیین کتاب مقدس و تفسیر محتوای آن پذیرفته نشود، این اصول از خود کتاب مقدس و تاریخ آن به دست خواهند آمد و با اطمینان میتوان هم درباره آنچه از فهم ما فراتر میرود بحث کرد و هم درباره آنچه با نور طبیعی خرد ما شناختنی است. خب این بخشی از کتاب Tractatus Theologico Politicus نوشته اسپینوزا است و ظاهرا اهمیت مهمی داشته در تاریخ عصر روشنگری و اتفاقاتی که او البته پیش از صده 18 هم زندگی میکرد، اما مبادی و مبانی رو او به دست داده. از کجا این را آورده است؟ اسپینوزا از مبادی و مبانی متافیزیکیش آورده. خاطرتون هست گفتیم به مونیزم باور داشت اسپینوزا و معتقد بود که ما دو سنخ حقیقت نداریم. اینجا هم دیدیم که اشاره میکنه، یعنی قصه طبیعت رو و تا کتاب طبیعت رو میتوان با کتاب دیانت یک جور خوان، اینا تفاوتی با هم ندارن. از یگانگی ذاتی طبیعت سخن میگفت اسپینوزا و معتقد بود امر بیکران بدین معنا جوهر واحد داره و موجودات متناهی عرضی هند. و بعد یکی از نکاتی که در پیامبرشناسی و وحی‌شناسی اسپینوزا و مونیزم او راه پیدا کرده که قابل تأملم هست، من خودم حقیقتش تا اینکه دوباره این کتاب کثیره رو در مطالعه نگیرم تفتنی به این نداشتم، اسپینوزا یک اصطلاحی رو به کار برده. فکر میکنم مترجم محترم این رو درست ترجمه نکرده و من البته انگلیسی کتاب الان پیش چشمم نبود، از روی فارسی کتاب عرض میکنم و آموخته ها و دانسته های بیرون متنی خود. ایشون میگه که اسپینوزا تأکید کرده که موجودات متناهی رو میشه به میانجی و مدد تخیل فهمید
و از همینجا هم به سروقت کتاب مقدس رفته و معتقده که ما به سبب نگاه مونیستیکی که او داشت میان طبیعت و ذهن، امتداد و اندیشه، نباید تفکیک و تمایزی قائل بشیم و اینا بالمره یکی هن، از یک نوع حقیقت یا بگوییم از یک روش باید بر اونها مدد گرفت. اما نکته که میگم خطاست و البته قابل تأمل است، ظاهرا در همین فصل اول تریتیتوس تئولوژیک و پولیتیکوس آمده است، نوعی پیامبر شناسی است که در کار اسپینوزا آمده است. بذاری من نقل قول رو بخوانم برای شما که کسیرر آورده و بعد بست موضع خود رو توضیح بدم، فکر میکنم اهمیتی داره و بعد میریم به سر وقت تتمه بست. ببینید این نقل قول اینه، میگوید که کسیرر میگه اسپینوزا در نخستین فصلهای اثر خویش رساله الهیاتی سیاسی همین برنهاد را با دقت در بررسی پیامبری به کار میبرد. میبینیم که چگونه تصویر خدا با هر پیامبری تغییر میکند، چگونه تصویر خدا فرم خیال و تصور و رنگ احساس او را میگیرد. پیامهای پیامبران بر اساس خلق و خو، تخیلات و تجربیات پیشین آنان تغییر میکند. انسان هر گونه که باشد، خدای او نیز همان گونه است. خدا در نظر انسان ملایم ملایم است، در نظر انسان خشمگین خشمگین است، در نظر انسان افسرده و غمگین محزون و سختگیر است و در نظر انسان خوشرو و شادمان مهربان و بخشنده است. اگر بخواهیم که اندیشه اساسی نقد کتاب مقدس اسپینوزا را به زبان نظام فلسفی او بیان کنیم، که البته رساله او نمیتواند چنین نقدی را ارائه دهد، میتوانیم بگوییم هیچ بینش پیامبرانه‌ای نمیتواند جوهر ماهیت یا ذات خدا را نمایش دهد، بلکه تنها میتواند خلق و خوی پیامبر را متجلی سازد. در اینجا بیش از هر جای دیگری این گزار صادق است، همه تعینات نفی است. با این گونه سخنان نمیتوان جوهر و معنای خداوندی را روشن کرد، بلکه این گونه سخنان بیشتر آنها را تباه میکند، زیرا خصلت خداوندی در کلیت آن قرار دارد. از این رو از همه محدودیت های فردی میگریزد و در حصار فردی نمی گنجد. معجزاتی که در کتاب مقدس نقل شده و وحی های پیامبران آن برخلاف این یقین اساسی فلسفی اند. آنها به جای آن که خدا را در امر کلی و ضروری بجویند، در امر جزئی و امر عرضی می جویند. معجزه به منزله برهم زدن نظم طبیعت و نقض قوانین کلی آن بی‌شبهه ضد الهی است، زیرا حقیقت و ذات خدا در همین قوانین متجلی اند، چون هر چیزی تنها بنابر مشیت الهی به ضرورت صادق است. پس به روشنی نتیجه می شود که قوانین عمومی طبیعت صرفا مشیت خدا هستند که از ضروری بودن و کمال طبیعت او نتیجه می شود. خب پس عنایت دارید که از منظر اسپینوزا اعتقاد به معجزات از منظر او نوعی گمراهی دینیه و به معنای انکار خداوند است، چرا که در نظام مونیستی که او، ما اگر هم از چیزی تحت عنوان جوهر خدا سخن میگوییم، امر صلب و سخت و ضروری است و امری که از نگاه او، نگاه مونیستیکی که به هستی داره، از اونجا نشأت میگیره و عاری از اصناف لوکالیتی ها و پلورالیتی هاست. به همین سبب با وحی هم مخالفت میکنه، حالا به توضیح که عرض میکنم، و میگوید که این الهامات و وحی ها از خود افراد ناشی شده و ریزش کرده خصوصیات بشری پیامبران در این نوع سخنان، سخنانی که تحت عنوان وحی گفتند. در ادامه جای دیگری کثیرین میگوید که در مقام تقریر ایده های اسپینوزا، و همین موضوع در مورد همه الهامات و وحی های دینی ذهنی صادق است. این الهامات و وحی ها ناشی از خود افرادند و تنها سرشت ویژه آنان را بیان می کنند. جزئی بودن نفی کلی بودن است، تاریخی بودن عقلانی بودن را محدود و تار و محو می کند. اسپینوزا بررسی تاریخی را وارد دین کرد، اما نه به منظور توجیه فلسفی آن، بلکه به منظور نشان دادن محدودیت های ضروری یقین دینی. خب من همینجا مایلم بحث رو نگه دارم با توضیحی که میدهم، چون این یک تتمه‌ای داره که حیفم میاد به نحو مستقل بهش نپردازیم و خصوصا نکاتی که لسینگ گفته در ابتدای جلسه آتی بهش میپردازیم. البته
پیش از توضیح اینها عرض میکنم کثیرر نظرش این است که نهایتاً آن کسی که دست بالا رو داشت در تاریخ عصر روشنگری نه ایده های اسپینوزا بلکه ایده های اراسموس بود، و البته اسپینوزا مهم بود و توضیح او و سخنان او سلسله جنبان و میشه گفت که راه سلسله جنبان پدیده نقد تاریخی کتاب مقدس بود. اما در این حال میشه اینگونه فهمید که سخن او این است که خیلی هارش بود سخنان اسپینوزا، و خب میدانید تکفیر شد از سوی کنیسه یهودیان. اراسموس هم از نقد کتاب مقدس سخن میگفت، اما نقدی که ناظر به این بود که بریم به سخنان یونیورسال و پیام‌های ابدی و اترنال متن مقدس. او هم از نقد متن مقدس سخن گفته، اما جنس کار او چنان که کثیر میگه با جنس کار اسپینوزا متفاوت بود. در واقع این نقل قول رو هم بخوانم و بعد بست بدهم و جنبندی بکنم عرایزم رو. میگوید که من بخشش رو میخونم، میگه که بله، اما به رغم اینها اندیشه نقد تاریخی کتاب مقدس و درخواست برای تحقق آن هیچگاه دچار وقفه نشد. پیشرفت در این موضوع به بررسی‌های روش‌شناختی یا فلسفی کمتر وابسته بود و بیشتر به الگوی جامع اومانیسم و ایدئال علمی ویژه آن اتکا داشت. از این رو اراسموس و نه اسپینوزا رهبر واقعی این جنبش است. گرایش دینی و ویژگی‌های اومانیسم نخستین بیان کلاسیک خود را در چاپ انتقادی اراسموس از انجیل یافتند. اراسموس عقیده داشت که بازسازی متن اصیل کتاب مقدس به معنای اعاده تعالیم مسیحیت راستین نیز خواهد بود. اگر در پیرایش این متن از همه الهاقات و اغلاط تصادفی موفق شویم، تصویر مسیحیت راستین در سادگی والا و معنای اخلاقی اولیه و اصیل آن هویدا خواهد شد. همین احساس الهام بخش اثر بزرگترین شاگرد او هوگو گروتیوس شد. طرح کامل نقد علمی کتاب مقدس نخست در ذهن جامع گروتیوس شکل گرفت. او از همه منابع تحقیق انسانگرایی و کلامی سود برد. حواشی او بر تورات و انجیل شیوه پژوهش کتاب مقدس را در سده 18 حتی در جزئیات مشخص کرد. خب مایلم با این نکاتی که عرض کردم جنبندی بکنم، امیدوارم کم و بیش مسئله روشن شده باشه. اولا به اون خطایی که وعده کردم و وعده کردم که توضیح میدهم در ترجمه راه یافته به نظر من اشاره کنم، و بعد در باب اراسموس و اسپینوزا هم داوری کنم و بست بدهم آنچه که کثیرر گفته رو و عرایزم رو ختم کنم. ملاحظه کنید ایده تخیل رو که مترجم محترم آقای موقن یا معادل تخیل رو که به کار برده معادل دقیقی نیست. معادل دقیق این خیال است نه تخیل. خیال تنین فلسفی داره هم در سنت فلسفی ما و سنت عرفانی ما، و هم میشه فهمید که از کجا اسپینوزا این ایده رو وام کرده، اونجایی که به پیامبرشناسی اسپینوزا معطوفه. ببینید در سنت اسلامی ما پیش از عرض می شود که اسپینوزا صده ها پیش از اون، فارابی فیلسوف مشهور مسلمان گفت که پیامبران در سطح قوه خیال با مخاطبان سخن می گفتند. این خیال رو نباید به معنی خیالاتی شدن فهمید ها. خیال اصطلاحی است که تنین فلسفی داره و البته در عالم عرفان اسلامی هم به کار بسته شد. به اختصار بخوام عرض بکنم خیال یعنی جایی که شما با ایماج سر و کار دارید، با تصویر و تصور سر و کار دارید. مؤلفه خیال با ایمجینیشن عجین شده است. سخن فارابی این بود که او تفکیکی قائل بود میان فیلسوف و پیامبر و فانکشن فیلسوفان و فانکشن پیامبران. معتقد بود که پیامبران در سطح قوه خیال با مردم سخن میگفتن، اما فیلسوف کسی است که خود بی مدد واسطه ها، بی مدد خیال، به توضیح که عرض میکنم با حقیقت مواجه میشه و پنجه در پنجه آن میافکند. خب فارابی فیلسوف افلاطونی بود
و به این معنا فلسفه کینگ افلاطون رو بازسازی میکرد در سنت اسلامی با این تأکید که قصه وحی و ریولیشن ناظر به عالم خیال است. خیالم به این معنا بازم تأکید میکنم، یعنی واسطه‌گری مفاهیم و تصاویر و ایمیجینیشن، و کار پیامبران هم همین بود و چاره‌ای هم جز این نداشتن که با پیامبران در سطح عقولشون سخن بگویند و در سطح قوه خیال. تعبیری که در روایات دینی آمده است که نحنو معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، این بخش دومش الان مشخصا مد نظرم است، نکلم الناس علی قدر عقولهم به این معنا هم میشه اون رو فهمید. البته توضیح فارابی ببخشید توضیح فلسفی بود. باری نوشتن که پاره از مورخان این ایده رو اسپینوزا از طریق ابن میمون وام کرد، یعنی تبارشناسی اگر این ایده رو بکنیم ایده مال افلاطون بوده و از طریق ابن میمون در نوشته های اسپینوزا هم راه پیدا کرده. و اسپینوزا این که از تخت بند زمان و مکان بودن پیامبران سخن گفته است مرادش همینه، یعنی پیامبران با صور سر و کار داشتن، خدایی که معرفی میکردن تصویر داشت، آنتروپومورفیک بود و به همین سبب جنسش به تعبیر او از فیلمثل از کانتکس اسلامی با کانتکس مسیحیت متفاوت بود. من البته اینو عرض کنم خدمت شما، باز این اختصاصی به فارابی نداشته یا این چنین عرض می شود در نوشته های اسپینوزا که آمده باز سابقه داشته است. شما در اشعار مولانا هم می بینید که در باب عالم اسلام و مسیحیت یا بگیم دین اسلام و مسیحیت که می خواد قضاوت بکنه این رو می گوید که مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی قار و کوه. و پسر مولانا سلطان ولد همین رو نوشته در یکی از کتاب‌های خود که خلق و خوی پیامبران ریزش کرده در ادیان و عرض می‌شود آیین‌هایی که آوردن و به احتمال قدیم رو از پدرش شنیده بوده. قرابت‌های میان اینها برقراره، من نمیگم همون حرف رو میزنه اسپینوزا فیلسوف مدرن البته، اما پیامبر شناسی او متضمن این مؤلفه است، نقل قولی که براتون خواندم، و از واسطه‌گری پیامبران سخن میگوید میان مردم و اسلام و ببخشید میان مردم و خداوند و اسلام و مسیحیت و یهودیت رو این چنین تبیین میکنه. اما اسپینوزا از این فراتر میرود بدین معنا که خب با قصه معجزات چنان که آوردم در میپیچد و نهایتا معتقد است که ادیان به این معنا پروجکشن بوده یا بگیم محصول الهامات پیامبران بوده است. مولانا که این رو میگوید که گفتم در نوشته پسر او هم ریزش کرده و بیتش رو هم از مثنوی خواندم، توضیح میدهد که چگونه خوی و خصلت پیامبران ریزش کرده در تلقی اونها و وحی که آوردن. خب بعدن در مباحث وحشناسی عبدالکریم سروش هم شما میبینید که ایشون بر سویه های زمینی وحی بسیار انگشت تأکید مینهد، هم خلق و خوی پیامبر و از اون مهمتر یا میشه گفت برجسته در تصورات و تصدیقات و فرهنگ زمانه که قویاً ریزش کرده در وحی و پدیده موسوم به وحی که ما میشناسیم. اما اسپینوزا کلامش تند و تیز بود، صرفاً بر تأکید سویه های بشری وحی بسنده نکرد بدان امر و پیشتر رفت و کلن با عرض می شود که پدیدهی به نام معجزه مخالفت کرد، با نزول ادیان هم در پیچید، به همین سبب هم تکفیر شد و خدایی هم که او معرفی می کرد خب خدای مونیستیک بود و از دوگانگی و دوالیزم که در یکی از جلسات بحث کردیم و پلورالیزم فاصله گرفت و مونیزم رو یعنی God slash nature که توضیح دادم خدا طبیعت و کل جهان رو یک پارچه می دید و معتقد بود که هیچ بینش پیامبرانه‌ای نمی‌تواند جوهر و یا ماهیت و یا ذات خدا را نشان بدهد، چون کل هستی یک پارچه است به نزد اسپینوزا. و اینها بیش از این که نشانگر خداوند باشند در روایت اسپینوزا از خلق و خوی پیامبران که ریزش کرده در احوالشون پرده مر می‌گیرند. مفهوم تخیل رو که در زبان فارسی با تخیلات و اوهام معمولاً فهمی شود رو به نظرم باید به خیال ترجمه کرد، به معنایی که بران انگوش تأکید نهادم. در سنت عرفانی ما هم خیال
محلی از اعراب دارد. باز خیال یعنی جایی که مفاهیم و تصورات به میان می آیند. این که مولانا در مثنوی می گوید من شدم عریان ز تن، او از خیال می خرامم در نهایات الوصال، یعنی من عالم خیال رو هم در نوردیدم. ملاحظه بکنید سهروردی فیلسوف مشهور مسلمان که خوشبختانه در این شهر تورنتو بنیاد سهروردی ما هم به همان نام عرض می شود که مزین شده است، از کسانی بود و ابتکاراتی که در حوزه فلسفه اسلامی آورد یکی این بود که قصه خیال رو یا مفهوم و مقوله خیال رو بدل به یک وعاء و قلمرویی کرد. یعنی معتقد بود ما عالم بدن داریم یعنی تن و بعد عالم خیال داریم. این وقت بعدن در آرای عرفای ما هم ریزش کرد. وقتی که فارابی از خیال سخن میگفت مرادش یک ریلم، یک قلمرو نبود، بلکه ناظر به همین صور و تصورات ذهنی بود چنان که آوردم و رهزنی ها و واسطه گری که اون میکند. رهزنی یعنی برای اینکه شما اگر بخواید با امر بیکران مواجه بشوید، ولی در حد خود که خیال کمک میکنه، مفهوم شما میسازید، به مدد مفاهیم با دیگران تعامل برقرار میکنید، این که خیلی خوبه. اما بعداً به دست سهروردی خیال بدل به یک قلمرو شد و در آرای عرفای ما هم مثل مولانا و دیگران ریزش کرد. این رو میگویم تا سویه های فلسفی عرفانی مفهوم خیال رو برجسته کنم و در معنای متعارف این فارس کلمه در زبان فارسی که با خیالات و هپروت و اینها یک وقت هم انان میشود توضیح بدم که فرسنگ ها فاصله دارند، چه به نزد فارابی، چه به نزد عرض می شود که سهروردی، چه به نزد مولانا. وقتی که از عالم خیال یا از مقوله خیال اینها سخن می گفتن، یعنی واسطگری ذهن، یعنی مفاهیم، تصورات، تصدیقات و بعدن که البته به یک ریل و قلمرو بدل می شود. پیامبران در سطح قوه خیال با دیگران سخن می گفتن. به نزد سهروردی گفتم البته قوه خیال بدل به عالم خیال می شه، دیگه خیلی اون رو وسعت می بخشه. و مولوی هم ظاهرا بر همین سیاق خیال رو به کار میبره. این که میگه من شدم عریان زتن او از خیال، یعنی از مرتبه و قلمروی خیال حرف میزنه که شخص از اونجا هم که رها بشود پای نهاده به سمت بیسو یا هیچستان به تعبیر سپهری یا نهایت الوصال به قول مولانا. باری اسپینوزا پیامبر شناسیش و خداشناسیش رو این چنین باید فهمید و بر همین اساس هم با معجزات در پیچید. خدای او خدای به این معنا برخواسته از متافیزیک مونیستیک بود و در این حال میکوشید که توضیح بدهد که ما باید بدانیم که بیش از هر چیزی خلق و خوی پیامبران در مقوله وحی ریزش کرده و معجزات هم چنان که گفتیم به نظر او و از منظر اسپینوزا متضمن انکار خداوند بود. اما کثیره میگه که نگاه اراسموسی که نوبت آتی به اون و همچنین به لسینگ خواهیم پرداخت در ابتدای مباحث دست بالا رو داشت، به این معنا که نگاه اراسموسی هم متضمن خوانش انتقادی کتاب مقدس بود، اما معطوف به پالایش سنت دینی بود برای فهم و عرض میشود اعاده تعالیم مسیحیت راستین. میگوید پروژه اراسموس این بود، بازخوانی و بازسازی تعالیم مسیحیت راستین، و البته این کار متضمنی پیراستن اون از اصناف الحاقات و اغلاط بود و اون سادگی و بساطت مسیحیت راستین و اون اصول اخلاقی اولیه که پروژه اراسموس این بود، نقد کتاب مقدس بود. از این منظر اراسموس هم داشت متهم میشد و به بیدینی و تکفیر، اما نرفت اونجا، اسپینوزا شد و اکس کامیونیکیت شد و نوبت پیشین هم گفتم آمستردامو مجبور شد رها کنه و تا آخر عمر رفت حوالی لاهه در قرن 17 قبر او هم همانجا واقع شده است. اما پروژه اومانیزم دینی یا الهیات انسانگرایانه که اراسموس در نظر گرفت و اون رو عرض می شود که پیفکنی کرد، چنان که آوردم متضمن نقد کتاب مقدس به این معنا بود و فکر می کرد که باید بریم به سروقت آموزه های اصیل مسیحیت. اما اسپینوزا با کل ادیان مسئله داشت چنان که آوردم و اصلا با ایده پرافت بود مخالف بود و از گاد نیچر سراغ می گرفت و با معجزات
در پیچیده بود کاملا و خب اکسکامیونیکیت شد. اراسموس هم چون از نقد کتاب مقدس به این معنا سخن میگفت و با کلیسا هم البته در پیچید، یعنی مجبور شد آبای کلیسا با او در پیچیدن به اختفای لوتر، اما خب آدم ملایمی بود و در این حال پروژه خود رو اعاده تعالیم مسیحیت دانست و چنان که خواندم از کثیره در سده 18 هم شاگرد او این پروژه رو پیش برد و این چنین است که الهیات طبیعی یا بگوییم البته این تعبیر رساتره، الهیات انسانگرایانه و اومانیستی دست بالا رو پیدا کرد. یعنی در انتهای قرن 18 هم درسته که تأثیرات فراوانی داشت سخنان اسپینوزا از سوی که پیش از اونها زندگی میکرد و هیوم از سوی دیگری، اما به روایت کثیرر نهایتاً الهیات اومانیستی و انسانگرایانه دست بالا رو پیدا کرد و حرکت‌های مثل اسپینوزا نقد تاریخیش چرا وایس پیدا کرد، اما اون در پیچیدنش با نظام‌های ادیان و بالمره معجزات و کل ادیان رو زیر سوال بردن دست بالا رو پیدا نکرد. هم سخنان او از این حیث و هم سخنان پرووکاتیو هیوم از سویی که بحث کردیم هرچند تأثیرات خود رو گذاشتن و کسانی راه اونها رو ادامه دادن، اما داوری کثیرت این است که نهایتاً اون الهیات انسانگرایانه دست بالا رو پیدا کرد. یک تتمه هم این بحث داره که انشالله نوبت آتی ذکر میکنم و شما میتوانید کانت رو در دل همین نهله ببینید، یعنی کسی که الهیات انسانگرایانه رو وسعت و عمق بخشید از منظر خیش و کرکتر او نه کرکتر هیوم بود نه کرکتر اسپینوزا و هرچند وامدار اونها بود و آشنا بود با آثار اونها، اما مشی او در دل سنت آلمانی چنین مشی بود. به همین سبب هم حتی مشکلاتی که برای اراسموس پدید آمد برای کانت پدید نیامد. تحفظ میکرد، هیچ آتسپوکن مثل بولتر نبود، مثل اسپینوزا نبود، حتی مثل اراسموس هم نبود، چون گفتم اراسموس هم مشکلاتی پیدا کرد، اما سخنان خود رو میگفت. قطعا ایده او با ایده اصحاب کلیسا متفاوت بود، قطعا از یک الهیات انسانگرایانه سخن میگفت، اما در دل این کانتکست که امیدوارم روشن شده باشه. نکته آخرم این که کلان که انشالله از جلسات آتی خواهیم دید، یکی از کسانی که بر روی کانت و بحث و فحصهای فلسفی او بسیار مؤثر بود هیوم بود. کانت در کریتیکا پیوریزه می نویسد که هیوم را از خواب جزمی بیدار کرد و چنان که خواهیم دید معطوف به تلقی هیوم از مفهوم علیت، درک خود از مفهوم علیت رو صورت بندی کرده. رأی هیوم رو نپذیرفت، اما علیتی که فیلسوفان قرون وسطا بدان باور داشتن یا کسی از حکمای مسلمان که مطابق با اون علیت تعینی در جهان پیرامون داره، این رو هم کانت نپذیرفت و آمد به مثابه یکی از مقولات فاهمه علیت رو در نظر گرفت و چنان که خواهیم گفت و به تفصیل بحث خواهیم کرد، از منظر او علیت نهایتاً نقش رگولاتیو داره نه کانستیتوتیو، یعنی نقش تنظیم کننده داره نه نقش قوام بخش در جهان پیرامون. این موضع نه موضع هیومه، بدین معنا که هیوم اصلا به معرفت پیشینی چنان که گفتم باور نداشت، همه چیز رو ریدیوس میکرد به امور روانشناختی، و نه رأی متافیزیسین های گذشته است، اهم از متافیزیسین های قرون وسطا و متافیزیسین های مسلمان. یه موضع سومی است که موضع کانت و البته کسانی از پی او روان شدند و باز وقتی که به بحث از علیت برسیم خواهم گفت و توضیح خواهم داد که به چه معنا ویتکنشتاینی که در تراکتاتوس از علیت سخن میگه به چه معنا داره با هیوم و کانت دیالوگ میکنه و البته موضع دیگری اختیار میکنه. در جلسات ویتکنشتاین شناسی به این مقوله پرداختیم، اما فکر میکنم الان که برسیم با عنایت به این بحثای تاریخی و رأی کانت رو در مساف با رأی هیوم تقریر بکنیم، اون وقت میشه فهمید که ویتکنشتاین هم که با فاصله 100 و اندی سال در رسیده، 100 و البته 70-80 سال، او چگونه رأی خود رو توضیح داده و چگونه با پیشینیان خود دیالوگ میکنه. نکته آخرم این که یادداشت کرده ام در یادداشت‌های خودم، جالبه الان که این رو میخوانیم و اهمیت اسپینوزا رو به نحو تاریخی میبینیم، برای من
این ایده که در شرحی که بر تراکتاتوس هم نوشتم و در مقاله‌ای هم که اخیراً چند روز پیش در سلسله مقالات فلسفه ویتگنشتاین از من در رادیو زمانه منتشر شده و ان شاءالله بقیه قسمت‌ها هم به زودی چاپ می‌شوند آورده‌ام، خود این حکم برای من اکنون رنگ دیگری پیدا کرده. اونجا آورده‌ام که ویتگنشتاین تحت تأثیر اسپینوزا بود و سه نشان رو از این آورده‌ام. یکی عنوان کتاب اوست، الان دیدیم کتاب پرووکاتیو اسپینوزا تراکتاتوس تئولوژیکو پولیتیکوسه، اسم لاتینی. عنوان کتاب ویتگنشتاین چیه؟ تراکتاتوس لوژیکو فیلسافیکوس. این شباهت و قرابت در عنوان، مفهوم ساب سپیشی اترنی یا از وجه ابدی که اینو ویتگنشتاین از اسپینوزا وام کرده، در اون جلسات به تفصیل بحث کردیم. و سومی نظم هندسی و ساختار ریاضیاتی حاکم بر کتاب اخلاق اسپینوزا، نه این کتاب، کتاب اتیکس او، که در تراکتاتوس ویتگنشتاین هم ریزش کرده. نمیدانم بیش از این هم تأثیری بوده یا نه، اما این سه مؤلفه رو میشه نشان داد که ویتگنشتاین تحت تأثیر اسپینوزا در کتاب فوق‌العاده مهم و کلاسیک فلسفی خود از او الهام گرفته و وام کرده. اما سخنانی از سنخ سخنانی که اسپینوزا در باب معجزه گفته یا با ادیان این چنین در پیچیده، تا جایی که حافظه من یاری میکنه، البته آثار ویتگنشتاین هم بسیار است، ندیدم. آثار او در باب دین رو که در کتابی مثل Culture and Value یا Reflections on Psychology, Static and Religious Belief که خوشبختانه هر دو هم به فارسی ترجمه شده اند، در اونجا به دقت خوانده ام. البته آرای آن ارتودکسی داره ویتگنشتاین راجع به دین، که خب با ایده های فلسفی دوران متأخر او اونها رو میشه فهمید، اما هیچ این گونه ستیزجویی، اگر این تعبیر رسا باشه، یا انکار که از سخنان اسپینوزا مستفاد میشود و استشمام میگردد، از او دیده نمیشود. اما خب تحت تأثیر بودن او جالبه، و همچنان که تحت تأثیر کانت بود و تحت تأثیر هیوم. به بحث علیت که برسیم در نظام کانتی، انشاءالله این تطبیق ها را هم انجام میدهم تا درک جامع الاطرافی نسبت به تاریخ فلسفه غرب و داد و ستد ایده ها با یکدیگر داشته باشیم. خب ببخشید عرایض من به درازا انجام مید، اما همطور که ملاحظه فرمودید حجم مطالب زیاد بود، و خرسندم که جزئی تتمه‌ای که در ابتدای جلسه آتی ذکر خواهم کرد، دیگه این مقدمات درازاهنگ ما که حجیم هم بود به اتمام رسید، و انشالله از هفته آتی وارد بحث از فلسفه کانت هم خواهیم شد. میدانم احتمالاً پرسش‌های چندی در اذهان عزیزان پدید آمده، مشتاقم که بشنوم و درباره اونها در بخش دوم جلسه امروز گفتگو بکنم. بفرمایید. من این سوال تحقیق الان خیلی مواشیش زنم خیلی زنم داری کنید تو یه جمله شما فهمیدین که فلسفه در اصل روشن یعنی خرافات را نقش قرار کرد. سوال من اینه که اگر که ابزار علم رو از فیلسوف و اصل روشنگری بگیریم، برای مواجهه با یه فرد خرافه پرست از چه ابزار دیگه استفاده می کرده در اون زمان که بخواد خرافه را نقش برای بکن اگر علم رو بذاریم خلاف؟ نمیدونم مشخص سوالم یا نه، یه خود بیشتر توضیح میدید. اگر یه مناظره بین یه فیلسوف از روشنگری و یه فردی که خب با سابقه خرافه پرستی برگزار شده، اون فیلسوف نخواد از ابزار علم برای اثبات اینکه خرافه وجود نداره، برای نقش برآورده کردن خرافه استفاده کنه، چه ابزار دیگه ای رو فیلسوف میتونه روی میز، یعنی اون زمان روی میز میآورده، برای اینکه متقاعد کنه که خرافه وجود نداره؟ این باور خرافه است. حالا به نظرم حالا بحث کردیم دیگه که هامبل بودن عقل از فراورده ها و دستاوردهای عصر روشنگری بود دیگه، برخلاف اون راسیونالیسم کلاسیک که گفتیم به نظامهای متافیزیکی ستبر می اندیشید. من فکر میکنم همین عقلانیت انتقادی، یا بگیم همین عقل خاضع و هامبل که تحت تأثیر نیوتن از جلسه اول که بحث میکردیم و اصول او بوده است،
اسباب یا بگیم ابزار فیلسوف همینه، یعنی با استدلال و بررسی نسبت میان مدعا و دلیل و صدق و کذب ادله رو بررسی کردن. فکر میکنم ابزاری که فیلسوف دارد برای به تعبیر شما، چنان که من نوبتی پیشین بحث کردم، نفی و نقد خرافات همین است. البته تحت تأثیر تحولات علمی قرار گرفته بود فیلسوف و خاضع‌تر شده بود، به این معنا که نگاه میکرد به یک سنتزی باور داشت میان علم و عقل یا فلسفه و علوم جدید، به این معنا که خب دستاوردهای علوم تجربی رو به رسمیت میشناخت و پاره از قلمروهایی رو که فکر میکردن باید فیلسوفان به آن بپردازند دیگه در حوزه علوم تجربی، اهم از علوم تجربی انسانی مثل جامعه شناسی، روان شناسی، اینا رفته رفته دیگه شکل گرفته بود و بعضا علومی مثل فیزیک و دیگر علوم طبیعی. اما ابزار اصلی همین بود، یعنی جرأت دانستن داشته باش شعار کانت و اینکه از سباوت فکری و دوران طفولیت شخص باید بدر آید و خود فرمان فرما باشد، چنان که برخی نقل قولها هم نوبت پیشین هم خواندم یا دو نوبت پیشین که تشریح داشتید و مستحضرید، ابزار اصلی فیلسوف همینه. خب یه جوری در واقع در هم پیچیدگی علم و فلسفه به نظر میاد از عصر روشنگری دیگه وجود داره، یعنی یه جورایی جدای ناپذیر، یعنی فیلسوف بدون اون ابزار شاید به همین دلیل هم هست که حالا از جلسه بعد فکر کنم به وارد فلسفه مشخص کانت میشیم، ولی این عقل عملی احتمالاً خیلی موجه تونسته خرافه پرستی و مسائل دیگر رو بذاره که من اینجوری در واقع میخوام که استنتاج بکنم، فقط یه تایید از شما میخوام که یه جورایی جدایی ناپذیره، یعنی پا به پا دارم حرکت میکنم. بله جدایی ناپذیر که هست، فقط توجه داشته باشید، حالا میرسیم، اشاره هم کردم در جلسات پیشین، ببینید علم دست کم مسئله زایی میکنه برای فیلسوف. گفتم که کانت تحت تأثیر مکانیک نیوتن بود، بهش میرسیم و در پیافکنی نظام فلسفی خود و مباحث خود در باب زمان، Space and Time، زمان و مکان، تحت تأثیر مکانیک نیوتنی بود، هم مسئله زایی میکرد، هم برخی از این فیلسوفان با علم تجربی آشنا بودند. خود کثیره که این کتاب رو نوشته در فیزیک حتی کارهای درجه اول، درجه اول منظورم اینه که یعنی به مثابه پلیر فیزیسیست وارد شده و کار کرده، حالا اون که مورخ فلسفه بود ولی کانت آشنا بود، در باب عدسی ها کار کرده بود، کتاب منتشر کرده بود، یعنی برخی از اینا پلیر و بازیگر عرصه علم تجربی هم بودن، بعد تأملات فلسفی در این باب کردن، هم اندوخته های اونها پس ذهنشون بوده، هم علم برای اونها مسئله زایی کرده بود. این درسته تا این نزاع میاد به قرن 19 و 20 میرسد که بهش خواهیم پرداخت. و بعد چنان که امروز هم در عرایزم آوردم، علاوه بر این خب یه فیلسوفی مثل کانت از یه جای به بعد به این نتیجه رسید که باید سپر بیاندازه برای حل مشکلات متافیزیکی و الهیاتی به مدد عقل نظری یا عقل محض به قول اونها، پیور ریزن، و فکر کرد که پیور ریزن به ما کمک نمیکنه چون معرفت نسبتی داره با تجربه. خب همه اینها این بصیرت ها و تفتن هایی بود که فیلسوفانی مثل کانت یافته بودن و ناظر به مسائلی که پیشتر از اونها طرح شده بود. علیت رو ذکر کردم، حالا بعدن خواهیم دید که کانت چگونه میکوشه نه امپریسیست باشه مثل هیوم و لاک و نه راسیونالیست باشه مثل دکارت مشخصا، و یک جمعی میان این دو بکنه. متأثر از اونها بوده چون دیده بود که امپریسیزمی که نسبتی با یافته های عقلی نظری و پیشینی نداشته باشه راهی به جایی نمیبره، و از آن سو هم راسیونالیزمی که بریده از تجربه است نهایتا بار ما رو بار نمی کنه. و به این معنا و متأثر از این جریانات نظام فلسفی خود رو پیافکند. خب در حوزه الهیات و سیاست و اجتماع هم که گفتم راسموس رو میدید، عرض می شود که سپینوزا رو میدید و ولتر رو میدید و تمامی این تحولات در اون رساله های سیاسی اجتماعی او هم که به برخی از اونها در این جلسات میپردازیم در جلسات آخر، به یکی از اونها یعنی مقاله مشهور روشنگری چیست و پاری از رساله های او اگر وقت بکنیم، اونها هم به نحو دیگری در آثار کانت ریزش کردن. یعنی یک کانت فیلسوف داریم، کانتی که خب سویه اجتماعی سیاسی هم
در کار او هست. البته چنان که آوردم نه به پروکاتیو بودن اسپینوزا، نه به پروکاتیو بودن ولتر و نه حتی به میزانی که اراسموس پروکاتیو بود، به این معنا نه. بفهم از این نمیدونم این مشابهتی که بودید داره شاید خیلی دیرفت باشه، ولی اینکه علم طبیعی در واقع دین طبیعی اصلش این بود، چون به نظر میاد که مسیحیت خب خیلی تشبیه خداوند به خصوصیات انسانی توی مسیحیت من فکر کنم خیلی بیشتر است، فکر کنم یهودیت اصلا وجود نداره و خیلی بیشتر از اسلامه. در اصل شما فرمودین که علم طبیعی از این اجتناب میکرده، من اینجوری شنیدم درسته؟ خداشناسی طبیعی. خداشناسی و فرمودید علم طبیعی، بله خداشناسی طبیعی. اونطور به نظر میاد که ما توی فلسفه اسلامی از داره کلامی کسایی رو داریم که در واقع منزه میدونن خدا رو، که شاید از اون خرد داغانش از گرفته که هر چیزی رو که ما هر اسمی رو که بخواییم به خدا و امر متعال بذاریم در واقع اون رو کوچیک کردیم. مثلا آیا رابطه ای بین این دین طبیعی و اون در واقع گروه متکلمینی که به این در واقع تنبیه می کنن خداوند رو از هر تشبیه اصلا وجود داره یا اصلا دو تا مقوله جدا؟ بله نکته خیلی خوب و قابل تأملی است. من اجازه بدید به اختصار پاسخ بدم، بعداً در جلسات آتی به نحوی بهش میپردازیم. اولا بیش از این که متکلمین مسلمان این رو گفته باشن، شما در آثار فلاسفه و عرفا میبینید متکلمان کمتر از این سخنان گفتن، چون در مقام معقول کردن آموزه های الهیاتی هن که با ارتودکسی یا با خدایی که در متن مقدس شناخته می شود دست و پنجه نرم می کنه. فیلمثل قاضی سعید قومی اینات فرمودید از فیلسوفانی است که او خب از تنزیهی بودن خدا یاد کرده به تفسیر. من در یکی از مقالات خود الهیات روشن فکری دینی به یکی دو اثر از ایشون و آثاری که راجع به ایشون نوشته شده ارجاع دادم. پاسخم فیلجمله مثبته، یعنی یک قرابت قابل تأملی هست میان اینها، خصوصا برخی از عرفا که از الهیات تنزیهی یاد می کردند و همچنین قاضی سعید قومی که خب بیشتر فیلسوف بود. بحث سلب و سلب سلب، نگیشن و نگیشن، که این اختصاصی هم به حکما و عرفای مسلمان نداشته، مایستر کارت هم این تعبیر رو آورده، اما خاصگاه اینا با یکدیگر متفاوت بوده، چون چه اکارت و چه فرض بفرمایید ابن عربی یا مولوی که میشه این نکات رو هم از دل اونها استنتاج کرد، در دل یک گفتمان رازآلود سخنان خود رو گفتن و ایده های اونها شکل گرفته. ما به رنسانس نرسیده بودیم و جنس آثار کسی مثل اسپینوزا فی المثل یا برخی دیگه از خداپرستان طبیعی، زمینه و زمانه اونها با اون افراد متفاوت بود. این یه نکته که حالا بعداً بهش بیشتر میپردازیم. و نکته دوم هم این که دست کم برخی از عرفای مسلمان که از قصه تنزیهی بودن خدا یاد میکردن، در این حال بحث منیفستیشن و تجلی رو هم طرح میکردن، یعنی اون خدای بی صورت بی تعین تجلیات عدیده داشت در این عالم و پاره از اون تجلیات خب سبقه و صورت آنتروپومورفیک هم به خود میگرفت. اینات فرمودید، یعنی از سوی خدا رو این ایتسلف میگفتن فرملس کالرلس، اما بعد میگفتن تعینات عدیده داره، خب در و دشت و کوه و دریا و اینا میشد تعینات اون امر بی صورت، اما در این حال در انسان هم متجلی میشد. این همون پننتئیزمه، میدونید بیشتر موضع اونها موضع پننتئیستیک بود. وقتی که فیلمثل مولوی در مثنوی میگوید گاه خورشیدی و گه دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهمها و از بیش بیش. یعنی اون خدای بی تعین در کوه، در خورشید، در دریا تعینات عدیده پیدا میکرد، در انسان هم تعین پیدا میکرد، یعنی تعین آنتروپومورفیک هم داشت، هرچند که خودش این ایتسلف کالرلس بود، فرملس بود. همین هم البته فقها رو بر می آشفت، نمیگم این موضع ارتودکس بود اصلا و ابدا،
اما مرادم این است که این با موضع خداشناسان طبیعی متفاوت بود. اونا کلن به درکی از امر متعالی رسیده بودند که عاری از اوصاف آنتروپومورفیک بود. مرسی مشکل. من تو این بس یه سوالی برام پیدا شد. اسپینوزا گفتین که خدایان رو یا میگفتش که الهامی که مثلا این پیامبر داشته این رو میورد خیلی متناسب با اون شخصیت و روحی و وضعیت فکری جسمیش بوده و خیلی متفاوت با اینا رو میتونستیم ببینیم. خب اون موقع با دین مسیحیت چی کار میکرده که میگه که مسیح پسر خدا هسته و در نتیجه اعتقاد داشته باشیم چون فرستاده پسر خدا هست و خیلی خودش شبیه خدا باشه، دیگه نمیتونه بگیم که روی متفاوتی رو میتونه بنا بکنه. بعد من اینجا یاد مثلا حرف چیزای بحث تاریخی هم میافتم، چون خیلی از این قهرمان ها یعنی کسای آدم های بزرگی ایجاد میشن یک تجلی اون روی جمعی و تجلی اون اجتماعی توی زندگی میکنن هم هستن دیگه. سزار بدون اون اجتماعی توی زندگی میکنن محکومی هستن نداره، جور قربانی هم هستن دیگه. خیلی از این دینا که میبینیم میبینیم با اون روی مردمی که اونجا هستن خیلی ارتباط دارن. یعنی دینا شاید مثلا بگیم که اصلا دینای یهودی یا دین اسلام اینا خیلی چیزا مردم اون منطقه اونا رو بهمون دارن نشون میدن. آیا این بحث تاریخ و این بحث اینکه این کاراکتر این پیامبرا میتونن مرتبط باشن با اون شرایطی که اون فرد در اون زندگی کرده بود، آیا این به این بحث هم پرداخته شد؟ اگر اینو مثلا بررسی نکرده باشه یه جور حالت قدسیوار هم دوباره به اون شخصیت داده میدی که حالت قدسیوار شد در تضاد بیفته با اون رویه که میخواد الان مثلا به این تمام رویه پارتیکولار داره و رویه کاملا اندیویجوال داره. این مثلا داره میباره به نظر من میگرده شده. اگر هگل اگر حد اقل بودش به من انتقاد نگاه میکرد به این وجه به این شکل نگاش بود. و بعد این موضوع خیال هم هنوز برای من واضح نشده. این خیال از لحاظ سایکولوژی اگر بخوام مثلا مدرن نگاه کنم به چه چیز نزدیک هستش اون روز درکش نگم، یا از لحاظ میتولوژی دقیقا با کدک کدوم مرحله این خیال قرار میگیره؟ چون هنوز برای ما واضح نیست خیال دقیقا چی هست. بله راجع به نکته اولتون ممنون. راجع به نکته اولتون حقیقتش اسپینوزا که میدانید یهودی بود و مسیحی که نبود. در این حال گفتم نقل قولهایی هم که خواندم چه از خود او چه از کثیرر علف سویه با ادیان ابراهیمی مسئله داشت، یعنی معتقد بود که معجزات چه در مسیحیت و چه در یهودیت، البته در باب اسلام سخنی نگفته تا جایی که من میدانم، معتقد بود که نه اینا حظی از اعتبار ندارن و به هر حال سویه های زمینی وحی رو فوق العاده پررنگ میکرد، یعنی به این معنا که میشه گفت ردیوس میکرد به امر زمینی. پس این که مسیح سخب پسر خدا باشه رو قبول نداشت به این معنا و به همین سبب معتقد بود که ما باید کتاب مقدس رو به مثابه بخشی از هستی بدانیم، نه یه امر جدا یافته جدا شدنی از جهان پیرامون. و به همین سبب هم نگاه در ادامه نگاه تاریخی هم به متن مقدس میکرد و علی‌السویه راجع به مسیحیت و یهودیت سخن میگفت. پس از نظر اون از سانافگاد معنای محصلی نداره، یعنی پرافت هود چنان که آوردم و پیامبری خیلی سمت و سو و رنگ و بوی اون پیامبر رو میگیره. اشاره کردم البته هم مولانا هم پاری از رفومیست های مسلمان هم بر این انگوشه تأکید میکنن، بر این انگوشه تأکید مینهن، اما ردیوس نمی کنن. یعنی معتقدن که میشه همچنان رویه و سویه متافیزیکی بحث رو حالا با تلقی که از متافیزیک دارن نگه داشت و بر سویه های زمینی این پدیده هم انگشت تأکید بسیار نهاد. اما به نظر میاد اسپینوزا نوعی ریداکشن میبینه و معتقد اصلا این امر با جوهر و ماهیت یا ذات خدا جور در نمیاد و بیشتر خلق و خوی پیامبر است. در باب نکته دومتون ببینید اگر از منظر به قول شما جهان جدید بخوایم نگاه بکنیم، حالا قصه میتولوژی یا اسطوره شناسی رو فکر نمی کنم در اینجا چندان راه بیابد، ولی میتونید شما تبیین‌های روانشناختی ازش به دست بدهید، خصوصا اگر شما ناظر به روانشناسی ادراک در جهان جدید کار بکنید. میتوانید بگویید به چه علتی و با مد نظر قرار دادن چه زمینه‌ای پاره از ایده ها در اذهان شکل میگیره. یعنی شما صور رو یا خیال رو که من عرض کردم، شما خیال رو معادل
مسامحتن عرض میکنم ایماج بگیرید، ایماج یا منتال ایماج، تصاویر ذهنی، تصاویری که در ذهن پدید میاد، خصوصا اگر به معنایی که فاراوی و فلاسفه به کار میبردن که از قوه خیال سخن میگفتن، یعنی یه قوه ایست در ذهن و عرض میشود که ضمیر انسان، قوه دراکه او، قوه خیال او، اینجا در اینجا بدین معناست که ما به مدد مفاهیم و تصاویر و ایماج جهانی پیرامون رو اصلا اینتلیجبل میکنیم، قابل فهم میکنیم. من وقتی میگم میز، میگم درخت، میگم خیار، شما یه تصویری از آن دارید، یه منتال ایماجی دارید، درسته؟ و چه در باب پدیده‌های پیرامونی، چه در باب افراد، همه اینها ما به مدد مفاهیم کلن با جهانی پیرامون تعامل برقرار میکنیم. شما مسامحتن خیال رو به این معنا بگیرید و اینکه سپینوزا به اختفای فاراوی و ابن میمون، چنان که عرض کردم، بحث از ایمجینری و ایمجینیشن رو جدی میگیره، این است که پیامبران در این قوه با مردم سخن گفتن، یعنی مخاطب سخنان پیامبران در سطح قوه خیال درک آنتروپومورفیک از خدا رو میفهمن، اوصاف خدا رو میفهمن. این معنای شسترفته سخنان او برای اینکه برای ما قابل به این معنا که برای ما قابل فهم بشه. در این حال شما میتونید روانشناسی ادراک رو در زمره منازلی در نظر بگیرید که میشه امروزه بهتر فهمید این سخنان رو. البته میدانید خب اگر شما در فلسفه معاصر از کسایی مثل فریگه بپرسید یا ویتکنشتاین متقدم و اعضای حلقه وین، خب ما حساب فلسفه از روانشناسی باید جدا کنیم دیگه، عنایت دارید؟ یعنی این که من بگویم با چه سازوکارها و عللی پاره از ایده ها در ذهن متصور و متکون شده ان اشکالی نداره، اما این شأن روانشناختی داره و مفهوم سایکولوژیسم در فلسفه فریگه متضمن همین معنا بود دیگه، یعنی فروکاستن فلسفه به روانشناسی. معتقد ما وقتی از ایده یا صور ذهنی سخن میگیم، مقاله مشهور اندیشه فریگه تات و بعد سنس اند ریفرنس برای توضیح همین معناست که کاملا رد پاش در تراکتاتوس ویتکنشتاین هست. من در شرح مفصلی که بر رساله نگاشتم سعی کردم این رو به تفصیل توضیح بدم که کجاها ایده روانشناسی گرایی ریزش کرده در آثار، در این اثر کلاسیک فلسفی ویتکنشتاین، و اینکه او از سوی هم با امپریسیستا در میپیچید، فریگه مثلا ایده لاک رو نقد میکرد در باب معناداری و از ابجکتیویتی معنا سخن میگفت، و از سوی دیگری هم معتقد بود که ما حساب سایکولوژی رو از فلسفی باید جدا بکنیم. شأن اینها در جای خود، اگر شما قائل به نظام فلسفی فریگه یا ویتکنشتاین متقدم باشید، یعنی روانشناسی هست گفت نازنینی تو، ولی در حد خیش. همچنین فریگه هم که این رو میگفت حساب فلسفه رو از روانشناسی جدا میکرد، ویتکنشتاین متقدم هم همینطور. البته کانت هم در کتاب بنیاد مابعد طبیعی اخلاق حساب انسانشناسی تجربی رو از اخلاق جدا میکنه، و انسانشناسی تجربی یعنی آنچه که امروزه بهش میگیم روانشناسی اخلاق. من فقط دارم دیمارکیشن ها رو توضیح میدم، یعنی بحث از خیال به این معنا در لسان ادبیات جدید، اگر از صور ذهنی در لسان ادبیات فلسفی جدید، مرادم لیترچر فلسفی جدیده، وقتی که نگاه میکنید ناظر به روانشناسی تجربی است یا توسعاً عالم ایده ها، دست کم به نزد پاره ای از فیلسوفان. اما در قرن بیستم و نیمه دوم قرن بیستم خصوصا عده آمده اند و نه سازوکار گفتند که سازوکارهای حاکم بر ذهن هم حتی در بحث و فحص فلسفی مدخلیت داره و اون ایده های فریگی تراکتاتوسی رو کنار نهادن. گیلبرت رایل هم که در نیمه اول قرن بیستم کتاب The Concept of Mind رو نوشت، او هم تحت تاثیر همین ایده ها بود. یعنی ذهن به معنای یک امر فلسفی به نزد اونها چندان محلی از اعراب نداشت. ذهن یعنی سازوکار روانشناختی، یعنی سخن گفتن از احکامی که چگونگی تکونی ایده رو توضیح میده، یه امر تجربی روانشناختی بود. من میخوام بگم شما برای اینکه بهتر درک بکنید این مقوله رو، میتوانید برای تقریب به ذهن از این ایده ها مدد بگیرید. آیا اینجوری که ما متوجه شدم، اینو ما میتونیم به یوتوپیا نزدیکش بکنیم، عالم خیال رو، یوتیوبر به عنوان یک سری دریم
یه مثلا یه سری چیزهایی نگاه بکنیم که اسپریت یا روحی جمعی اون چیزی که باید یک مثلا یک اکچوال باید مبدل بشه به اونها و مبدل نشده، ولی در این روحی جمعی وجود داره. اینو بدونیم این عامل عالم خیالی هست که ذهن ممکنه به اون نرسه، ولی اگر ذهن در لحظات خاصی میتونه با اون ارتباط داشته باشه. مثلا وقتی فروید داره در مورد تات صحبت میکنه، میگه تات خیلی مواقع فرق فکر نمیکنه، تات در هوا وجود داره ولی ممکن تو ذهن فرد یک لحظه وارد بشه. همین وقتی که عرش میداز کش میکنه، اوریکاش همون لحظه هست که مثلا این تاته یک لحظه اومد تو ذهن. آیا این خیال، این یوتوپیا، اینا در این فضا میتونیم نگاهش بکنیم؟ با این باید نگاهش بکنیم. حقیقتش باید بیشتر تأمل بکنم. خب اینا تفسیرای مدرنه که به قول شما فروید و اینا میگن، حالا بحثای روانکاوانه، یا حالا فرض بفهمید که کهن الگوهای جمعی که یونگ میگفت، میشه از این منظر هم بهش نگاه کرد. من مخالفتی ندارم. این که اومد محصولش چی میشه باید تأملی بیشتری بکنم، چون قاعدتا وقتی که مولوی سخن میگفت یا فارابی میگفت، اونا این سویه ها مطمع نظرشون نبود. اصلا این مفاهیم چنان که به نیکی مستحضرید آن روزگار نبود، چه مباحث فرویدی، چه بحث ناخودآگاه جمعی، یا به قول او آرکیتایپ های یونگی که الان فیل جمله مد نظر شماست. باید بیشتر فکر کنم حقیقتش. اما اجمالا اون که میفهمم توضیح اینه که خیال رو ما با واسطه های ذهنی بفهمیم، و اینکه ذهنی که به مدد کانسپچوالایز کردن جهان پیرامون میاد، و کثیری از آدمیان هم به این معنا از قوه خیال خود مدد میگیرند در تنظیم مناسبات و روابط روزمره. تلقی اونها این بود که فیلسوف از عالم خیال فراتر میره، و پرپلکسیتی و حیرت در فلسفه یعنی ورای صور و این ایماج ها با حقیقت مواجه شدن یا دست و پنجه نرم کردن. حیرت فلسفی، philosophical perplexity، بدین معناست. به همین سبب هم تصویر اسپینوزا و فارابی و دیگران این بود که فیلسوف احتیاج به این واسطه ها ندارد اگر قرار باشه با حقیقت مواجه شود. اما عموم مردم، آدمیانی که متوسطند، یعنی متوسط الحال که کثیری از مردمان بر روی این کره خاکی رو تشکیل میدهند، جز به مدد وسائط و واسطه ها نمیتوانند با حقیقت دست و پنجه نرم کنند. و از این تمثیل بخوام استفاده کنم، قدرت چشم دوختن بر آفتاب حقیقت رو ندارن. این تمثیل من البته، برای اینکه سخن اونها روشن تر بشه. یعنی از طریق این واسطه ها و ابزارهای عرض می شود واسط هست که میتونن این کار رو بکنن، و به این معنا در عالم خیال با اونها سخن گفته شده. اما کسانی هستن که نه، عرض می شود که ورای این صور می روند و پای می نهند و احتیاج به این واسطه ها ندارند، و اونا خب در طایفه فیلسوفانند که میشه اونها رو سراغ گرفت. از اصلا جاجمنت کانت شاید نزدیک بشه اینجوری داشتم فکر میکردم. کانت خب زیبایی شناسی و اینا رو میگه که باید از اون فراتر بریم و اون مرحله اگر اشتباه نکنم. حالا بذارم اونجا میرسیم بعدن. بعد بیشترم منم بعد تأمل نمیدانم دقیقا اون باشه. من بیشتر اینجا از اسپینوزا و فارابی یاد کردم، هنوز به کانت نرسیدیم و این وساطت قوه خیال که به نزد اونها مهم بوده و پیامبرشناسی اسپینوزا که مبتنی بر این بود. من چون اگه بحثم نخواهم دو نفره بشه، چند تا نکته داشتم، بحث حالا کامنت هم هست. این که گفتون در بحث لیون مرحوم شیخ مرحوم حریری مخصوص تو کتاب کافی در قلمانی بیش پرداخته از منظر رئالیسم اخلاقی نرد کرده اون میل باور لیون رو. آقای جعفری هم کتاب رو دیدم، همه رو ارجاعاتش رو از کتاب حریری دادم. نکته دومی که بس در مورد اسپینوزا کردیم تعین نفی است، خب هگل جوابشو داد که خب هر نفی تعین است، در واقع ما هر چیزو نفی میکنیم متعینش میکنیم. این حالا در واقع سوال نیست، کامنتی که به نظر میاد نفی هگل، حالا من خود هگلی تر هستم نسبت به اسپینوزا، یعنی میان این دو تا اندیشه بیشتر همین جای هگل رو در واقع توجه دارم. به نظر میاد اینجا حرف هگل هم درسته که هر در واقع هر نفی تعین ماجرا است. یه بحث هم در واقع بحث خیال شد. حالا ببینید خیال فقط من در واقع اون چی فرابی میگه اون محل در واقع کلام پیامبر و مردم نیست، محل وقوع وحی هم عالم قوه خیال هست، یعنی همونجا در واقع رخ میده.
به این معنا در واقع تفکیک میدم با قوه فاهمه که فیلسوف ازش حرف میزنه. نکته این هم که شما گفتیم به نظر میاد دکتر سروش یه جمله دارن که میگن دین هر انسان رو تر میکنه، به این معنا انسان عاقل رو عاقل تر میکنه، انسان خشن رو خشن تر میکنه. به نظر میاد اینم در واقع تنین اسپینوزای داره. و این نکته تاریخی هم که اسپینوزا در واقع یهودی زاده بود و باروخ بود نامش، بعد که در واقع مسیحی شد اسمش تغییر داد به بندیکه. بله ممنون، بیشتر کامنت بود دیگه. بله نه من مخالفتی ندارم، ممنون کامنتاتون همه عرض می شود که همدلم باهاشت و اون قصه فارابی رو هم عنایت داشتم، خواستم همون تفکیک قوه عاقله رو و یعنی اینکه قوه خیال رو که در اونجا وحی هم همونجا یعنی محبت وحی اصلا قوه خیاله، اینجوری بگیم محل هبوط وحی و نزول وحی قوه خیاله و مخاطبان هم در سطح قوه خیال این رو میفهمن. و البته قوه عاقله فیلسوف توضیح دادم که چشم در چشم حقیقت مستقیما میدوزد. اسپینوزا هم همینطور. قصه تر شدن هم که شما آوردید، بله حالا البته ما در باب خود قصه پروفتهود و ریولیشن داشتیم سخن میگفتیم، شما توسط ناظر به دینداری این رو گفتید و اون که میگوید مولوی آنچنان را آنچنان تر میکند و از همین سو میگوید که می رو محرم کردند. تفسیر مولوی هم جالبه در باب که چرا می گساری محرم است، میگه برای اینکه خیلی از مواقع آنچنان رو آنچنان تر میکنه و اگر یه خوی و خصلت بدی در کسی باشه این برافتاب افکنده میشود و شخص یعنی به تعبیر دیگه اگه کسانی این چنین کجیها و پلشتیها رو بالقوه نداشته باشن فرق میکنه. اما میگه که لیک اغلب چون بدند و بد پسند بد همه میرا بر همه بیرا محرم کردن. میگه برای اینکه این کج و کوجی ها در روان خیلی از آدمیان هست و وقتی که مست بشوند و می گساری پیشه کنن اونا بالا میاد، رو میاد به تعبیر من. حالا میخوام میگم اون در باب تمامی آدمیان است. این حرف رو میدانید غزالی پیشتر راجع به موسیقی گفته و مولوی هم به نظر میاد از این حیث تحت تاثیر غزالی بوده است و این رو راجع به می گساری آورده است. مقاله خوبی دکتر سروش دارن در کتاب قصه ارباب معرفت مولوی و غزالی. حالا سخن به اینجا رسید درس کنم. اقتباسات مولوی از غزالی رو ایشون اونجا به تفصیل آورده اند که تا چه میزان مولوی تحت تاثیر غزالی بوده است و خوب است عزیزان اگر مایلند به این مقاله هم مراجعه بکنن. راجع به اسپینوزا و نکات دیگری هم که آوردید همدلم. قصه کاوش‌های عقل‌عملی هم بله من دیدم، اما همچنان تقریر مرحوم جعفری فکر میکنم که فرق میکنه. من بله ندیده و بله شما در تایید عرایز بنده آوردید. بله قصه مرحوم حائری فرق میکنه، ایشون خب اینجا منم اسمی از ایشون نبردم و قطعا قصه ایشون فرق میکنه. حالا به وقتش انشالله اگه لازم شد و جایی به ایشون میپردازیم. بله اون که آدم خیلی جدی بوده و قصه کاملا متفاوته و حقیقتش این را مرز بکنم، یکی از دوستان ما در ایتالیا که کار میکنه تو اندیشه سیاسی و پیپری نوشته و به زودی چاپ میشه در یکی از این ژورنال‌ها برای من فرستاده بود به اندیشه های سیاسی عرض میشود که مرحوم حائری کار کرده، هم تو کشاره کردی کتاب حکمت و حکومت او و خب بحثی که او تحت عنوان وکالت فقیه و تقابلش با بلایت فقیه تر کرد از کسانیست در حوزه فقه شیعی که به یه معنا میشه گفت از دولت سکولار حالا به تعبیر من دفاع میکنه و معتقد است که نه ولایت فقیه ایده موجهی نیست. کتاب حکمت و حکومت رو هم بر همین سیاق نوشته و قصه وکالت رو طرح کرده و اجماع بر روی رأی عقلا و این در تخالف خب با ایده ولایت فقیه هست. البته اون کتاب ایران اجازه چاپ میدانید پیدا نکرد، من نسخه زیراکسیش رو خوندم و البته بعدا خارج کشور نسخه چاپیش رو هم دیدم و این دوست ما که آقای میثم بادامچی روی این کار کرده پیپرش به زودی منتشر میشه، من خواندم پیپر انگلیسی ایشون رو، بحث خوبی کرده، نشان میده که پولیتیکال لجیتیمیسی در آرای مرحوم مهدی حائری یزدی چه جایگاهی داره. با توجه به اینکه او روحانی و روحانی زاده است اهمیت کار این است و از فقها و
حکیمان و فلسفه پیشگان فرهنگ شیعی است، خب به نظرم اهمیتی داره انصافا این کار. بله، چون نام ایشان آمد گفتم که ذکر این نکته هم مهم است و قصه ایشان البته به نظر من با قصه مرحوم جعفری فرق میکنه. اینم عرض بکنم من خدای نکرده با مرحوم جعفری خصومتی ندارم، به شخصیت ایشونم علاقمندم. مدرسه که بودیم می آمدن ایشان برای ما در دبیرستان نیکان، بارها می آوردنشون و سخنرانی می کردن. البته الحق و الانصاف من خیلی اون موقع چیزی نمی فهمیدم از حرفایی که ایشون می زدن و اعترافم بکنم پاره از اوقات وقتی که می نشستیم حواسم پرت می شد بیشتر به سمت عمامه ایشون، چون وقتی که صحبت می کردن این عمامه هی می رفت عقب 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 عقب، بعد با هنرمندی آخرین لحظه که فکر میکردی میفته ایشون با دست میزدن دوباره میومد جلو و من بارها، شاید ایشون 10 بار بیشتر اومدن برای ما صحبت کردن. خیلی اون موقع متوجه نمیشدم، خب دیگرانم همینطور. حالا نمیدونم، احتمالا اون موقع خب ما درست در نمیافتیم چی میگفتن، ولی بعدن که خب برخی از آثارشون رو دیدم و خواندم، خب داوریم این چنین شده دیگه. انصافش رو بخوام بگم، یعنی داوری خودم بخوام بگم، ایشون به نظرم ذهن مرتبی نداشتن و البته میدانم بعضی از این حرف خوششون نمیاد، اما قصد جسارت ندارم. شرحی که بر مثنوی نوشتن به نظرم خیلی قابل استفاده نیست، هرچند مجلدات بسیار داره. وسط کتاب یه دفعه ایشون چندین 10 صفحه از رمان بینوایان ویکتور هوگو گذاشتن، یا از تولستوی یه دفعه شما میبینید که حجم کثیری از کتاب رو نقل کردن که حالا یه جمله دو جمله نه یه پاراگراف. خیلی خوب، پاره از مواقع خود من هم یا کسان دیگه هم این کار رو میکنن به وقتش و به قدر لزوم، اما نه دیگه یک فرض کنید وسط یک کتاب شما 30 صفحه 40 صفحه از یک کتاب دیگر رو نقل بکنید. و من به نظرم ذهن فلسفی مرتبی نداشتن و به همین سبب مباحث فلسفیشون اونقدر که من دیدم خیلی قابل استفاده نبوده و تطویل و تکرارم تو کارشون زیاد بود. بالغ بر 25 جلد فکر کنم شرح نهج البلاغه نوشتن که تا وقتی در قید حیات بودم فکر کنم به نصفم ایشون نرسیده بود هنوز. باور کنید، حالا بعد نگاه بکنم چون میدونم تمام نشد اون کار. خب آخه به حال آدم فکر مخاطب رو هم باید بکنه و این آقای عرض می شود که دکتر معصومی همدانی رو عرض بکنم که از همکاران ما بودن در انجمن اکبت فلسفه، اسمشون رو شاید شنیده باشید، آدم مورخ علم و مرد بسیار فاضلی است و در حوزه کلام اسلامی هم کارایی کردند و بسیار شوخ‌طبع و طناز، بسیار بسیار. و من در اون 5 سالی که انجمن کار می کردم اینقدر نکات ظریف از ایشان شنیده ام و به خاطر دارم که حد ندارم. با خود من هم شوخی می کردند و در باب خود من هم جلوی من طنزهایی می گفتند دیگه، چه رسد به دیگران. بعد یادم یک دفعه ایشون به طنز می گفت که یک موقعی عرض می شود که در کشور مثلا اوائل سال 70 شمسی مشکل کمبود کاغذ پدید آمده بود و می گفتند که واردات کاغذ کم شده یا مشکلاتی پدید آمده علی حاله. بعد ایشون میگفت که در یک محفلی سخن از این بود و نظر من رو پرسیدن، منم گفتم که بله انشالله اگر روزی شرح نهج البلاغه آقای جعفری تمام بشه فکر کنم مشکل کاغذ کشور یه مقدار زیادیش حل بشه. حالا ببینید این یه خب طنزی توش، اما یه بخشش هم همینه. یعنی من واقعا نمیدونم چند نفر تا حالا کل این 26 25 جلد خوانده باشن و اصلا چه کاریه آدم 25 جلد بنگاره، اونم با این توضیحات که عرض میکنم. و حالا من البته انصافا شرح نهج البلاغه شون رو ندیدم، تورق کردم و صلاحیت ندارم در اون با حرف بزنم. بله، اما شرح مثنوی شون رو که خب دیدم، به دقت دیدم و به رغم زحمتی که کشیده اند قابل قیاس نیست فی المثل. حالا از بحثم خارج میشیم اما چون ذکر ایشون شده، قابل قیاس نیست مثلا با کار استاد زرینکوب، قابل قیاس نیست، یعنی اصلا nowhere near به قول اینا. شما اگر نگاه بکنید با کاری که مرحوم زرینکوب کردند در باب مثنوی نوشتند، یا فرض بفرمایید که کار دکتر استعلامی یا کار مرحوم فروزانفر
که آثار مکتوب در این باب من همه اونها رو خواندم و واقعا عرض میکنم بینید و خدای نکرده قصه شخصی نیست و کم استفاده است. من دست کم اینجوری رأی خودم عرض میکنم، نه یعنی خیلی میشد متفاوت جمع و جورتر باشه و نظم و نسق مطالب بیشتر باشه. حجم کار خود اون هم مهم است که شخص چگونه یک سخن رو بتونه جمع بکنه. اما خب کسانی که از دور دستی براتش دارن میگن 25 جلد شرح نهج البلاغه یا مثنوی فلان، آخه این که مسابقه که نیست که، یعنی اگر قرار باشه نمیگم ایشونن با این نیت نوشتن و نه، ولی اون پراکندگی ذهن که در دیگر آثارشون به چشم میخوره به نظرم از این حیث از نظر من یه مقداری کمتر قابل استفاده از کارشون. بله خب بفرمایید شما. بله من ولی سوالی که برام حالا بعد از این چند جلسه که دوران روشنگری رو یه مقدار بیشتر باز کردیم مسائلی که شد پیش اومد این که توی این دماکشن‌های تاریخی که اشاره کردید یه مقدار تفکیک نظریه بین دوران روشنگری و قرون وسطا هنوز برام جای سوال هستش. به هر حال حالا مثلا المانایی که امروز اشاره کردی نقد متن مقدس به هر شیوهش، حالا مثلا اراسموسیش یا به شیوهی که حالا یوم نقد میزنه یا اسپینوزا، خب این خیلی پررنگ هست توی دوران روشنگری. بعد متدولوژی دیگه که اشاره کردی مثلا جلسه اول این که مثلا چجوری یه مقدار اون نگاه علمی تاثیرگذار گذاشت از این لحاظ که بیان به پدیده ها نگاه کنن و بعد از مشاهده پدیده ها بیان کانسپچوالایز بکنن. من می‌خواستم ببینم که آیا مثلا المان های دیگه ای هست که شما میتونید تفکیک بذارین نگاه متدولوژیک دوران روشنگری و قرون وسطا. مثلا اشاره کرد مثلا احسان دفعه قبل به توماس آکوئیناس که توماس آکوئیناس وقتی متونش رو میخونی خیلی اسکولاستیکلی همش در حال مجادله است. مثلا یه چیزی بود که من داشتم فکر می‌کردم که این شاید یه تفکیک بندی باشه از لازم مثلا متنی روشی میان قرون وسطا و روشنگری. آیا المان دیگه شما می‌بینید که شاید خیلی متمایز باشه این دو تا بره تاریخ رو با هم دیگه متمایز بکنه؟ حالا البته قرون وسطا به حال ما بیشتر صورت مسیحی داریم نگاه می‌کنیم، چیزی هست که مثلا به قول چیزش نگاه شما جا مونده باشه از لحاظ این متدولوژیک می‌خوام این دو دوره رو با هم دیگه بررسی بکنیم. عرض می شود که حالا من درست فرماشون متوجه نشدم مراد شما از رنسانس به این طرفه، چون کانترست رو با قرون وسطا گذاشتید، یعنی هم رنسانس هم عصر رفرماسیون و بعد روشنگری یا بله فکر نمی کنم اگر هر سه مد نظرتونه چیزی بیش از بحصول نکاتی که تاکنون آورده ام بشه فرق فارق این صده ها با عصر عرض می شود که به تعبیر شما قرون وسطایی که اسکولاستیک بوده باشه. جمیع نکاتی که در این جلسات بحث شده فکر نمی کنم از توجه به علم، از سربرآوردن عقل نقاد خود بنیاده، از رابطه دیالکتیکی می اینها و هامبلنس و خضوع عقل است و نگاه تاریخی که حالا امروز خصوصا به بحث گذاشتیم و نقد متن مقدس و الهیات تنوک و عرض می شود که خداشناسی طبیعی که سر برآورد و به هر حال خدایی که ترانسند شد، بی خاطرتون هست در این جلسات یا آنچه که امروز هم اشاره کردن شیدا خانم در پرسششون و من هم توضیح دادم تأکید بر عقل عملی و اینکه اون الهیات ستبر به این معنا تنک شد که خدا ترانسند شد و بحثای الهیاتی به تعبیر کانت نوعی آنتینومی ها قلمداد شد که باید از منظر عقل عملی به سر وقت اونها رفت و معرفت شناسی رو اصل و اساس دیگری بخشید. فکر میکنم جمعی این مؤلفه ها با هم بود و اون نگاه تاریخی، حالا احسان جان یه اشاره هم کردن نکته خوبی بود در بحث ما نیامده، من عنایت داشتم، اما خب هگل فیلسوفیست که به یه معنا پس از کانت آمده و به درستی اشاره کرد که قصه تاریخیت در ایده های او هم طرح شده و هم هگل ایده هاش در تخالف با اسپینوزاست از این حیث و هم با کیرکگارد که خب هم عصر او هم بود و بنا نداشتم و ندارم، چون به کانت میخواییم برسیم، چون خب به هر حال در فهم پدیده روشنگری و درک جامل اطرافی از اون هگل هم مهمه، اما چون ما از این طرف آمدیم تا به کانت برسیم، حالا وقتی که قصه مقولات فاهمه رو به تفصیل بحث کردیم در فلسفه کانت، نقد هگل بر او رو هم یک جلسه یا در
ذیل اون بحث خواهم آورد، اما در ذیل کانت، نه به نحو مستقل. مرادم این است که همه این رو شما میتونید یه پکیج بگیرید، آنچه که از رنسانس تا عصر روشنگری آمده است. مرادم تا انتهای قرن 18 هم است، یعنی زمانی که کانت دیگه از دنیا میره 1804، یعنی اون دوران رو عرض میکنم که خب خیلی از آثاری که اینجا نگاشته شده هم پرداخته ایم و الان میشه اون فلسفه پساروشنگری رو هم مستقلن بررسی کرد. اما به هر حال بله، میشه حالا قصه تاریخیت رو که اشاره کردم و نقد تاریخی کتاب مقدس که اینجا سر برآورد، بعدن در فلسفه هگل اصلا به یه معنا عقل این تاریخیت میشود و لف و نشر تاریخی عقل است که فلسفه رو میسازد و به اون معنا خب او با خدای کلیسا هم در پیچی و معتقد بود مقولات فاهمه کانتی به توضیح که خواهیم دید تاریخی نیست. عرض کردم تو اون جلسه یک نوبت به هگل هم میپردازیم، اما فارغ از اون پکیج همین پکیجی است که در مجموع ما تا کنون به بحث گذاشتیم. بله خب شما بفرمایید که سوال آخر و بحث رو ختم بکنیم. خیلی به درازه انجامید. بله بفرمایید. خدمت عرض کنم که تو این بحث روشنگری که همیشه میکنیم، ما همیشه یوروسنتریکیم، همیشه دنبال روشنگری و انلایتنمنت توی اروپا میگردیم. خواستم در مورد نقش و اتفاقایی که اون سوی آتلانتیک توی کالونی جدیدی که تازه قرار بود بنا بشه توی ایالات متحده مخصوصا نقشش که چه اتفاقایی اونجا افتاد که در حقیقت کمک کرد به این روند فکری توی اروپا و اینکه چجور این بنیانهای فکری توی ایالات متحده بسیکلی تأثیر گذاشتن و در نظر من بسیکلی تونستن که یه نوع امپلیمنتیشن اون ایده ها در یک سرزمین جدید در یه نیو ورلد بودن. از همه اونم این یوروسنتریک بودن و اینکه نقش ترانس اتلانتیک چی بوده در این عصر بسیکلی. بله ممنونم. عرض می شود که اولا چنان که در ابتدای جلسه اول هم آوردم و در نحوه بحث ما در این 5 جلسه طولانی هم تا کنون ملاحظه فرموده اید، بنای کار من کتاب فلسفه روشنگری کسیلر است که البته در اعداد منابع فوق العاده معتبر است در بازشناسی تاریخ عصر روشنگری و بعدن دیگر کتاب هایی که ناظر مشخصا به فلسفه کانت است. به تعبیر شما یوروسنتریک بودنش اونقدر که من بحث کردم خب تحت تأثیر کاسیرره و تقریر اوس با البته شرح و بستی که من میدهم با آنچه که شما اشاره کردید به این معنا همدلم که خصوصا کسانی بعدن در قرن 20 خصوصا این رو توضیح دادن که بله به قول شما ترانس اتلانتیک هم باید پدیده رو دید و توسط مدرنیته و مدرنیزاسیون رو نباید تک ساحتی و تک منبعی دید و فی المثل حالا اتفاقاتی که در امریکا افتاد، در عرض می شود جنگ های داخلی امریکا و کانستیتوشن امریکا، تأسیس نهادهای مدنی مدرن در امریکا، مثلا دانشگاه پنسیلوانیا به عنوان مثال که اگر اشتباه نکنم 1755 همون حوالی بوده، من یک ماه اندی پیش به دیدن دوست قدیمی رفته بودم در شهر یعنی ایالت فیلادلفیا در امریکا و با هم رفتیم قدمی زدیم در دانشگاه پنسیلوانیا یا به قول خودشون یوپن میگن ها، بله یا یونی چی میگن یوپن همچی چیزی. بعد اونجا دیدم مجسمه‌ای که درست شده بود و نوشته بود 1755 اگر اشتباه نکنم و توضیحش این بود که فاوندرهای دانشگاه عنایت داشتن که علوم سکولار اینجا ترویج بشود و حساب سمیناری ها به اصطلاح یا حوزه های علمیه یا آنچه که موسوم است به علوم دینی از این جدا بشه. خب من نگاه می‌کردم که
متعلق به عصر روشنگری همان زمان هم، یعنی قرن 18 هم است و خب میدانید همون حوالی قصه استقلال امریکا و از میشود پایان یافتن جنگ های داخلی است و اون کانستیتوشن قرص و قایمی که الی زمان نهازا دوام آورده و نشون میده که چه آدم های درست حسابی این رو نوشتند. موافقم با تون، یعنی میشه نگاه کرد، اما تصور میکنم این رو هم شما همدلی که ایمپلیکیشن های اینا اونجاها بوده، یعنی ایده ها بیشتر در عصر روشنگری و از رنسانس به این طرف متفکران عموماً اروپایی بودن، یعنی به این معنا انلایتنمنت یوروسنتریک بوده. ایمپلیکیشن هاش بله اونجا هم بوده، چه در حوزه نهادسازی چه در امر پالیتیکس، و اما به حال لاک عرض می شود که روسو، هیوم، کانت، همه این بزرگان عصر روشنگری که در این جلسات بهشون به تفصیل تا کنون پرداخته ایم، اسپینوزا یا اراسموس، لوتر، از رفرماسیون دینی گرفته از رنسانس تا رفرماسیون دینی تا انلایتنمنت، اینا تماما بزرگانشون به لحاظ نظری عموما یوروسنتریک بودند و بعدن عرض می شود که در قرن 19 و خصوصا 20 که ما کانتریبیوشن های جدی از سمت نورث امریکا و مشخصا آمریکا می بینیم. اما از حیث نهادسازی و عرض می شود ایمپلیکیشن هاش بله. الان اسم اون فاوندر یادتون هست یو پی ان کدومشون بود؟ فرانکلین باشه. بله فکر نیا که توماس جفرسون که هستن بله تیولوژی بله جفرسون بله بله او توی چیز گفته بود توی ویرجینیا گفته بود جفرسون، اما در دانشگاه پنسیلوانیا فکر میکنم که فرانکلین بوده. بله تصور میکنم اسم او بود و مجسمه‌شو و این توضیحاتشو که من به دقت خوندم همین بود، با عنایت گفته بود که حساب اینها از هم جداست و همون حوالی نیمه های سده 18 همه. تأثیر اینها به قول شما در ترانس آتلانتیک هم جدیه. و حالا اگر قصه عصر مثلا انقلاب صنعتی و مقولات دیگری هم بخواد منظم بشه، اون وقت باید یک تحلیل دیگری در مجموع از کل فرایند مدرنیزاسیون داد. میخوام این رو تقویت بکنم که ایده یوروسنتریک اگر در باب کل مدرنیزاسیون بخواد به کار رود، خب اون وقت باید جامل اطراف تر دید. البته میدانید این رو ربطی به بحث ما نداره، در انتها عرض میکنم خب کسانی مثل ادوارد سعید و پاره از کتاب اورینتالیزمی که نوشت، او خب معتقده که نه، ما به هر حال باید حواسمون باشه خیلی از مواقع، این دیگه البته به اروپایی ها میخوره، اصلا اختصاصی به این نداره، این که اینا میخوان یه دیگری بسازن و اون دیگری نماد بکوردنس باشه و تلقی خطی از پیشرفت و مدرنیزیشن، و معتقده که خب این تصویر دیگه میره تو قصه استعمار و کلونیزیشن و دیگه ادبیات و لیتریچر پست کلونیالیزمه. اون از منظر جهان سومی، یعنی کسی که نگاه به شرق داره این رو نگاشته که خب یک لیتریچر دیگری داره. الان یه حال بحث تحولات نظری در از پسا رنسانس تا پایان قرن 18 هم من فکر میکنم یوروسنتریکه به این معنا. ایمپلیکیشناش رو میشه البته ترانس آتلانتیک هم دید. خب ممنون از دوستان، هفته آتی بحث رو پی میگیم.